خب دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه هست و 12 شهریور 1397 و 3 سپتامبر 2018 میلادی. سلام میکنم به خانم دکتر بهیه جیلانی و دوستانی که روی فیسبوک ما رو میبینن. و امروز توی آمریکا تعطیلی هست، یعنی آخرین روز تابستونه. اینجا این تابستون و زمستونشون هم مسخره است، خودشون میگن آخرین روز غیر رسمی تابستان، یه 18 روز دیگه که میگذره میگن امروز آخرین روز تابستونه. بعد توی آمریکا نمیدونم به هر دلیلی سعی کرده که همه چیش با دنیا فرق کنه، مثلا همه سانتیمتر و اینها استفاده میکنن، اینجا اینچ، که باعث اشتباهات زیادی از ساختمون ساختن تا اون سفینه‌ای که فرستادن مارس یا به اصطلاح مریخ و گم شد و اینها، ولی دست بر نمیدارن از این اشتباهاتشون و عوض نمیکنن. خوشحالم که آقای مرتضوی اینجاست. آقای جلیل مرتضوی، من برای شما ایمیل نه فیسبوک فرستادم که امروز شما رفتین کنار دریا یا با ما هستید. اگه با ما هستید، من ساعت 2:30 میام سراغ شما. بوستون بزرگ و زیبا، خیلی بوستون رو دوست دارم، و ببینیم که نظر شما. میخوام اسم برنامه شما رو اینجا نوشتم، جلیل مرتضوی ایران و جهان، چون آقای مرتضوی خیلی با وجودی که از لحاظ بینایی به اصطلاح اشکال دارن و اینها، ولی همیشه دنبال یاد گرفتن و خوندن و اینها بودن و تفسیرهای قشنگی هم میکنن، نظرات خودشونو میگن و من هم همیشه استفاده کردم و یاد میگیرم. در صورت سعی میکنم ساعت 2:30 با ایشون باشم، ساعت 3 با دوستمون از خلیج فارس برنامه گفتار عقل بشر رو براتون پخش میکنم، ساعت 3:30 با آقای دکتر شهرام ایران بومی هستیم و چهارشنبه با آقای آریان پور هستیم، جمعه هم با آقای دکتر با آقای امیر حسین لادن هستیم. خیلی خوشحالم که آقای منوچهر یزدیان اینجاست، چون اینجا نوشتم که در مورد ایشون صحبت کنم. آقای یزدیان اگه نگاه کنید، ایشون اینجا نوشتم، اسم آقای حسن اعتمادی هم نوشتم، چون آقای حسن اعتمادی هم جزو یا عضو یکی از همین سازمانهایی هست که به نظر من اینها به غیر از این که هیچ کاری انجام ندادن، هیچ قدم مثبتی بر نداشتن، حقیقتا دست اندازهایی هم بودن برای همون حرکت مردم. سردستشون هم یا سردستتون آخوندتون هم آقای اسماعیل نوری علا هست، با وجودی که شما گفتید وقتی که اسم منو به ایشون گفتید گفته سوربی خیلی آدم سخنوری هست و اینا، همینم از آخوند بودنش میاد که میخواد همه رو نگه داره، ولی دیگه حناش پیش من رنگی نداره. بعد از اون ماجرایی که اون خانم شکوه میرزادگی، اون مسخره بازی پاسارگاد و سیف پاسارگاد و عکسای خلابی و دروغ، که منی که شیرازیم تماس گرفتم با فامیلام که اونجا کار میکنن، میرن و میان، گفتم آقا آب گرفته، گفتن آقا این حرفا چیه، تا بوده و نبوده مرو دشت، اصلا مرو دشت جاییه که برنج میکارن، اینقدر اونجا آب وای میسه، شالیزار بوده. بعد سال 2000 جشنای 2500 ساله رو که میخواستن بسازن، گفتن آقا اگه یه بارون بیاد که این جاده همیشه میره زیر آب، یه جاده جدید ساختن به خاطر اون. و شما برید نگاه کنید پلخان، دشت مرغاب، اصلا ببین دشت مرغاب، پاسارگاد، اینها، این مزخرفایی که این خانم شکوه میرزادگی کسیه که در اون برنامه گل سرخی و گروگان گرفتن ولیعهد و اینها بوده. شما آقای یزدیان به من میگی که این مجاهدین چرا نوشتی؟ دوست عزیز، من نمیدونم شما چند سال تجربه داری، من 20 سال این موهامو اینجا سفید کردم، خاکستری البته، این موهای بنده اینجا سفید شده، برای شما نوشتم، نوشتم شما مو میبینی و من پیچش مو، البته صحیحش اینه که شما مو شما سر میبینی و من ریزش مو. دوست عزیز، شما خیلی آدم
سخنور و منطقی هستید و کسی هستید که میتونید، من باور دارم شما میتونید در 5 دقیقه کسی رو که عصبانی هست و به صورت دشمن به شما حمله میکنه، شما میتونید اونو تبدیل کنید به یک دوست مخالف، بعد از چند دقیقه هم به صورت یک دوست همگام، به قول آقای لادن، همراه، هم عقیده، و بگی آقا شما درسته که این اتوبوسی که ما داریم میریم ممکنه شما بخوای بری تهران، من بخوام برم اصفهان، ولی فعلا از شیراز راه افتاده، از دروازه قرآن داره میره، اینجا مسیرمون یکی هست، بیا با هم سوار بشیم. برای شما عمدن اسم بهبهانی و تلویزیون میهن رو نوشتم، چون آقای نوری علا دنبال یه معتاد میگرده به نام سعید بهبهانی که بتونه اگه تو سرش هم زد برای 500 دلار که بهش میده اون سرش رو بالا نبره. یادتونه شعر علی کنکوری؟ سرتو خم کن تا درا باز بشن، تا بگی نه پشت کنکور میمونی. آقای نوری علا آخوند بوده، برو بپرس از خودش. این مثل رضا فاضلی دیوانه، اینا جوان که هستن همش میرن جایی که قدرت بوده، میرن دنبال آخوندا، بعد میرن دنبال دستگاه شاه و اینها، اینها همشون دستن در کار دوره شاه بودن، بعد اول انقلاب هم آویزون به آخوندا و بیزه های آخوندا، حالا برای ما شدن رهبر. یه روز میان سکولار بکولارای فلان، یه روز میان جنبش پاسارگاد. این جمع شدن هر سالشون هم، چند سال پیش هم اینجا جمع شدن، چند سال پیش هم تو مریلند جمع شدن، خواهرش میاد شعر میگه، حسین بور میاد با خواهرش لاس میزنه، این با اون، اون با اون، ببخشید اینو میگم، آمریکایی‌ها یه برنامه‌ای دارن به نام ریونیون. اونایی که مثلا فارغ التحصیل شدن هر 5 سالی یه بار میان همدیگه رو میبینن، و من یه مدتی برای یه عکاسی بزرگی کار میکردم که میرفتیم از این ریونیون ها عکس و فیلم میگرفتیم. اصلا جوک شده بود، میگفتن یکی از دلایل این ریونیون طرف میاد میگه که من با این خوابیدم، با این خوابیدم، با این خوابیدم، با این نخوابیدم، امروز با این میخوابم، بعد میخواد ببینه با این که خوابیده حالا چه شکلی شده، اگه این یه وقت تصادفی میشد زنش، حالا باید با کی هم بستر میشد. دوست عزیز آقای یزدیان، اینی که شما از من پرسیدی که حالا چه ضرری داره، هیچ ضرری نداره، ولی آیا همه کارهای بی ضرر باید انجام بدیم؟ نه، هیچ ضرر نداره، شماها جمع بشین یه روز تو کل، یه روز تو نمیدونم فرانکفورت، یه روز یه جای دیگه، هر کدومش تابستون دیگه، این بعد از توی گرونی بلیط هم مسافرت نمی کنن، میذارن مدرسه ها که باز شد ولی هنوز هوا بین آخر تابستون و پاییزه جمع میشن، این همین برنامه‌ای که ایران میاد یونایتد نیشن، مجاهدین میان اینجا و گول شهرام و همایون که امروز پول گرفته از مجاهدین رو نخورید. شما زنگ بزن بگو آقای شهرام و همایون، شما وقتی میای اونجا میخوای چی بگی به روحانی؟ میخوای به روحانی چیزی بگی یا میخوای به سازمان ملل چیزی بگی؟ سازمان ملل که اینجا هر روز هستش، بیان به سازمان ملل حرف بزنیم. بعدم شما به من بگو تا حالا کدوم قطعنامه ای رو سازمان ملل نوشته که یه نفر تونسته باشه اجرا کنه؟ بزرگترین به اصطلاح کسی که یا کشوری که این قطعنامه ها رو زیر پا گذاشته اسرائیله. شما برو ببین چند تا قطعنامه. راستی یادتون باشه اگه جغرافیاتون خوبه نقشه اسرائیل رو برای من بفرستید ببینیم مرزاش کجاست. اسرائیل تنها کشوریه تو دنیا که هنوز مرزش مشخص نشده. میدونید چرا؟ چون میخواد همه دنیا رو بگیره. آقای یزدیان عزیز که شما اهل کرمانشاه هستید ولی فامیلیتون یزدیان، من کرمانشاه خدمت کردم، تیپ لشکر 81 92 زرهی اهواز بود، لشکر 81 تو اون سرما اونجا خدمت کردم. در هر صورت من نمیدونم شما چند سال با آقای نوری علا و این دار و دستش هستید. این آقای حسن اعتمادی میبینی همین مردک نابکار، روزی که پنتاگون پول داد برای تلویزیون من و تو خفه شد رفت کار کرد، پولشو گرفت، چون دخترش و پسرش هم آورد، خدا میدونه چند تا فامیل دیگر هم آورد اونجا کار میکنه، وقتی انداختنش بیرون اومد گفت که دختر پسرش نمیتونن حرف بزنن، ولی حالا این به مردم میگه که بودجه تلویزیون من و تو رو
پنتاگون بده. شما از خودت سوال کن، بگو آیه یزدیان چرا پنتاگون باید یه تلویزیونی به نام من و تو را بندازه برای ایرانیا، وقتی تلویزیون وایس آف امریکا رو داریم، صدای آمریکا رو داریم، بعد بیاد موزیک و فیلم و کارتون بذاره؟ دوست عزیز، تو مو میبینی و من پیچشمو نمیدونم، ممکنه شما سنت از من زیادتر باشه، ولی همیشه زیاد بودن سن دلیل اینه که آدم همه چی رو میدونه نیست. منم خیلی چیزها رو نمیدونم، ممکنه یه جوان 22 ساله‌ای که از دانشگاه امروز فارغ التحصیل شده اندازه من و شما از تکنولوژی و از امور سیاسی و اینها بدونه. به این آقای یزدیان گفتم که شما اسم منو بیاری اینا اخمشون میره تو هم. گفت که چرا، اتفاقا من به نوریالا گفتم، گفته اینجوری، ولی دیدید آقای یزدیان تا از شما دعوت کردم بیاین، دیدید چجوری به شما اجازه نمیدن، دیدید چه سیستم دیکتاتوری هست امروز که اینا یه حزب شلخته دست پا شکسته هستن، به شما اجازه نمیدن. اینا فردا اگه قدرت گیریشون اومد به کسی اجازه میدن؟ دوست عزیز این حرفا چیه؟ در صورت خوشحال میشم بیاین در برنامه صحبت کنید و بهتون بیشتر نشون بدم، دست اینا رو براتون بیشتر باز کنن. 20 سال ما اینجا در واشنگتن دی سی کار تلویزیون انجام میدیم، 32 سال اینجا هستم. واشنگتن دی سی اشتباهه که بهش بگی واشنگتن دیستریکت آف کولومبیا، واشنگتن دی سی. هر نخود و لوبیا و هر گوشت آشغال وامونده ای رو ریختن اینجا و این داره دیگ میجوشه. تا دیروز جان مکین این دیگ رو میجوشون، امروز بولتون و ترامپ شارلاتان و دیگران. همین آقای نوریالا آمد همین خونه بغل ما، آقای سینا دبستانی شب مهمونی دادن، رضا پهلوی رو هم دعوت کردن، عکساش هم برای من فرستادن که آقا این عکسا رو نشون بده. گفتم نه آقا، اینا حریم خصوصیشونه، شما بی خود رفتید از پشت حیات اینا عکس گرفتید. ولی این آقای نوریالا با همه میپره، تا بلکه از بابت این پریدن یک نمدی هست، یک کلاهی هم گیره ایشون بیاد. دستان ممنون و متشکرم که هستید. اگر روزی بهتون اجازه دادن بیاین صحبت کنید خوشحال میشم که با شما باشیم. و اما آقای مرتضوی نمیدونم نوشتن هستن نیستن، نوشته جوینت، یعنی جوینت با ما هستن ولی ننوشتن. آقای شهرام ایران بومی اینجا هستن، ساعت 3:30 با ایشون هستم و ببینم که براتون چی گذاشتم که امروز بخونم. بله، خیلی ممنون از اون همشهری عزیزم دوستمون فرزاد که 50 دلار خودش قشنگ ماهیانه خودش رو موظف کرده که به ما کمک کنه. من از این بابت ممنونم که این بلنگو رو باز میذاری تا من هم بی پروا بدون ترس نگم این فرزاد به من گفته اگه این 50 دلار رو میدم قربون صدقه نوریالا برو، اگه این 50 دلار رو میدم به بهبانی نگو به معتاد. بهبانی معتادی هست که همه آشغالی هم میکشه، یعنی هر چی میدادن میکشی. گفتم آقا تو اگه معتادم هستی، معتادم برای خودش یه همتی یه غیرتی، هر گهگندی میارن اینجا نکش مجانی، هر روز هم اینجا میگرفتنش. در هر صورت آقای حسن اجلالی دیدم برنامه هایی رو شروع کرده توی یوتیوب. اگه یادتون باشه با آقای حسن اجلالی کسی هست که از سال 1960 یعنی 40 سال و 18 سال 58 سال پیش تقریبا 60 سال پیش آمده آمریکا، آمریکا درس خونده، اولین کامپیوتر ایران رو بردن برای اداره دارایی اونجا نصب کردن کار کردن، با وجودی که رشتش مکانیکه بعدن رفته تو کارهای ساختمون، جدیدن 80 سالش شده. به من گفت آقا من دعوتت کردم چرا نیومدی؟ گفتم والا برای چی فرستادی، کجا فرستادی؟ آدرسی که فرستاده بود آدرس قدیمی ما بود. گفتم تبریک میگم 80 سالش ماشاءالله، ولی از من و شما گردن کلفتر، قویتر، پرزورتر. و یادتون باشه آقای اجلالی طرفدار جمهوری اسلامیه، میگه اینا کارشون درست، من قبول ندارم حرفشو ولی بهش اجازه میدم اینجا صحبت کنه. الان با این تکنولوژی جدید و اینها دیدم ویدیوهای خیلی خوب و شیکتر از ما درست کرده، امروز یا فردا باهاش صحبت میکنم اگه خواست توی تلویزیون مردم هم پخش کنه. تلویزیون مردم در
20 سال گذشته که این کار رو انجام داده و در 15 سال گذشته که خود تلویزیون مردم به عنوان اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی شروع به کار کرد، نشون داده که تحمل و شنیدن همه نظرات و همه عقاید رو داره، ولی لزوماً به همشون احترام نمیذاره. آقا من اگر آیسیس بخواد حرف بزنه میذارم حرف بزنه، ولی احترام بهش نمیذارم. بلا فاصله میگم آقا این بی خود میگه که من میخوام شما رو ببرم بهش با سر بریدن. مردشور اون خدای نکبتی رو ببره که به این وظیفه داده که با این صحبت میکنه. آخه این چه خداییه که رفته آشغالترین رو پیدا کرده با اون صحبت میکنه؟ میره با پریستا صحبت میکنه که 300 تا پریست بیش از 1000 تا بچه رو اینجا به اصطلاح سکشوالی هرس کردن از لحاظ آزار جنسی. وقت مرده که دیروز، همین دیروزی که اینجا آقای جان مکین رو به خاک سپردن، توی کلیسا برنامه گذاشته بود که یه نفر بلند شد گفت شیم آن یو، خجالت بکش. اون وقت همین پاپ فرانسیس، اگه برنامه من رو دنبال کنید میدونید وقتی این پاپ فرانسیس پاپ در اوج کثافت بازی، موقعی بود که اون قبلیه معلوم شد جزو صهیونیستا، جزو نازیای آلمان بوده و فلان و اینا، گند اون بالا اومده بود، گندم از این ور سکشوال و اینها بالا اومده بود، اینا یه نفر آوردن موزی پدر سوخته حرومزاده دروغگو، همین پاپ فرانسیس. آ شما گی هستی اب نداره، شما بیا بده پولم بده به ما اب نداره، شما فلان هستی اب نداره. این از همشون بدتره. این کسیه که تمام این ماجراهای سکشوال ابیوزمنت رو میدونسته و اینا رو نگه داشته، مثل همون روزنامه‌هایی که تمام کثافتکاری‌های ترامپ رو میدونستن و هی پول دادن به اونایی که اتفاق افتاده داستان‌ها رو خریدن، بهش میگن کچ اند کیل، یعنی میگیریش و میکشیش، خفش میکنی میذاریش اینجا که صداش در نیاد، ولی گذاشتن توی صندوق گاو صندوق، چون ترامپ گاوه دیگه، گذاشتن توی صندوق و حالا ترامپ میخواد اونا رو بخره که گندش بالا نیاد، ولی دیگه گندش بالا اومده، از این بدتر نمیشه. ترامپ هر روز یه دروغی میگه و دیگه مردم به دروغاش عادت کردن و این خیلی بده و این یه خطر بزرگه برای دموکراسی آمریکا. ولی همین مرگ و مردن و دفن این آقای جان مکین باعث شد که چند تا حرف حساب دو سه روز گذشته توی این منطقه زده بشه. اوباما بیاد، اون جورج بوش قبلی بیاد، این دختر جان مکین بیاد و این صحبتایی که شد، آقا رم حتی تو مرده و توی مرده خاک کردن هم راه نمیدن، مرده گفته این نیاد. اون وقت اون شمایی که زنده هستید و امید دارید به ترامپ، ببینید چقدر کارتون خرابه. مرده گفته، آقای جان مکین گفته نمیخوام این ترامپ بیاد تو مراسم دفن من، و ایشون هم رفته بود برای خودش گلف بازی میکرد. این بچه های تینیجر هنوز به فکر شکم و زیر شکمه و از عقل این بالاخونه هیچ خبری نیست. اینم از این. ممنونم آقای سلیمانی، خوشحالم که شما هم با ما هستید. و اما صبح رویش، حتما یادتونه که من توی برنامه ها گفتم که هی بشینید ویدیو برای هم بفرستید، عکس برای هم بفرستید، بعدم شب بریم آبجومون بخوریم، اون بره خونش رو دوتاشو بکنه 8 تا، 8 تا رو بکنه 16 تا، بعدم هی فوش بدیم به آخوندا. من میگم اگر میدونید که میدونیم آخوندا بدن، دزدن، پدر سوخته هستن، مادر قهبه هستن، چرا نامه سرباز براشون می‌نویسید؟ چرا نشستید منتظر اونا هستید؟ خودتون کمک کنید. اون آقایی که میاد به اصطلاح این برنامه صبح رویش رو، یک سازمانی رو باز میکنه و اونجا از من و شما میخواد که بیایم یه مقداری کمک کنیم که این بچه های تو خیابون رو ببره یک محلی جمع کنه، بهشون یاد بده که چگونه مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرن، چگونه یاد بگیرن بگن نه. این نگفتن خیلی مهمه. اینها رو یه جایی مثل کارآموزی، مثل اردوی کار، مثل هنرستان، اینها رو به یک کار و یک حرفه‌ای مشغول کنن، بهشون سرتیفیکیت، جواز کسب اینها بدن، این بیچاره‌ای که نتونسته بره مدرسه دو کلمه درس یادش بدن. اینا کارهای قدم به قدمه.
آقای یزدیان عزیز، این کاری که ما میکنیم چه ضرری داره؟ ضررش اینه که حواس مردم رو از اون کاری که باید انجام بدن پرت میکنید. اشکالش اینه که 20 نفر 30 نفر پیر و پاتال جمع میشن اونجا، همه قرصای ویاگرا رو خوردن، همه میخوان سوار هم بشن، ولی به فکر این بچه ها که سرمایه ایران آینده فردا هست هیچ کس نیست. بذارید ببینم من میتونم با این آقا تماس بگیرم. شماره تلفن های زیادی اینجا هست ولی متاسفانه من با اون برنامه‌ای که بلدم نیستم، واتساپ خواستم تماس بگیرم نتونستم. فکر کنم شماره ایران اولش 98 باید بگیرم، نه 98، بعد تهران 21 55 69. شما این شماره رو بنویسید، 39 20. ببینیم وصل میشه با این دوستان صحبت کنیم، چون نوشتن اینا تلفن همراه هست. 98 که مال ایرانه، کد کشوره، 21 کد تهرانه، اگه تلفن به اصطلاح لند لاین باشه، بعد 55 69. شما مجتمع صبح رویش تماس گرفته اید. جهت تماس با مجتمع صبح رویش عدد 1، دروازه بهار عدد 2، روابط عمومی و مشارکت های مردمی عدد 3، دبیرخانه. یادم باشه راجع به این 1 و 2 و 3 و 4 و اینها یه چیزی براتون بگم یکم جالبه. ساعت چنده؟ میشه 10 شب. یکم بی موقع دارم زنگ میزنم به سازمان که نباید 10 شب زنگ بزنم، باید گرچه میگن ایرانی ها تازه 10-11 شب میرن بیرون، احتمالا پیامگیرم روشن نیست. سعی میکنم فردا صبح باشون صحبت کنم، چهارشنبه توی برنامه اگه حاضر بشن باشون صحبتی داشته باشیم درباره این که آقایی به نام پتیک که هر وقت ما یه موضوعی رو گفتیم ایشون فوری چک نوشته و فرستاده. من این چک شما رو با کمکی که خودم میفرستم و دیگران به دست اینها میرسونم. ممنون و متشکرم پتیک که با کار کردن، حتی امروز که روز کارگر هست، کار سخت، کار شاق بدنی، ولی هیچ وقت این به اصطلاح ایرانی ها رو شما از یاد نبردی و همیشه کمک میکنی. من به نوبه خودم از شما ممنونم. اجازه بدید حالا که این دوستمون نیست که با اون صحبت کنیم، من ویدیویی رو که اون روز نشون دادم بازم به شما نشون بدم. حالا که خانم ولگا اینجا هست به ایشون تبریک میگم، نامزدی دخترشون رو. من خودم وقتی بچه هام ازدواج کردن، نامزد شدن، بعد ازدواج کردن، دیدم که آدم چقدر خوشحال میشه. اون واقعا چیزی که میگن زندگی یک باغه، شما یه درختی، بچه ها میوه هستن، اینجوری اینا، واقعا اینا رو آدم میبینه. من به شما تبریک میگم، امیدوارم که خوب خوش سلامت باشن، بهترین ها رو برای اونها آرزو میکنم. و اما بریم سراغ این خانم آزیتا، برای من این رو فرستاده بود، آزیتا شفازند، که اینها هم همیشه خانوادهشون در قسمت کمک کردن به این و اون، کمک کردن به جامعه ایرانی واقعا فعال بودن و من از این بابت از اینها ممنون و متشکرم. ضمناً دیروز با خبر شدم که آقای احسان یارشارتر که اون ایرانیان به اصطلاح دارت و معارف ایرانی ها رو نوشته بودن، اینها ایشون فوت شده، روانش شاد، یادش گرامی باد. ولی اجازه بدید من این ویدیوی مدرسه کودکان کار رو به شما نشون بدم، چون من از طریق خانم شفازند با اینها آشنا شدم. و اولا ببینید که این آقا چقدر راحت صحبت میکنه، چقدر
بدون اینکه چیزی نوشته باشه قشنگ صحبت میکنه، بعد هدفش رو میگه، بعد میگه شما چجوری میتونید کمک کنید، شما و منم یاد بگیریم از اینا که ساده باشیم و ساده چیزایی رو که تو مغزمونه به دیگران منتقل کنیم. این صدا سه کودکان کار صبح رویش. نمیدونم صبح رویش رو چقدر میشناسید. مدرسه ای که 612 تا از بچه های کار، بچه های در معرض آسیب رو ثبت نام کردیم و داریم بهشون مهارت های زندگی یاد میدیم و مهارت های شغلی. ما بچه ها تو مدرسه مهارت نگفتن یاد میدیم برای اینکه یاد بگیرن مواد مخدر رو جابجا نکنن. مهارت کنترل خشم یاد میدیم برای اینکه با یه درگیری ساده تبدیل به مجرم نشن. و خیلی از مهارت های زندگی دیگه که به دردشون میخوره. همینطور به بچه ها لوله کشی یاد میدیم، برق کشی یاد میدیم، کسب حلال رو یاد میدیم تا بتونن با کار کردن و با پول درآوردن از راه سالم به جای راههای غلط در آینده بتونن آدم موفقی بشن. الانی که دارم با شما صحبت میکنم صبح رویش با یک بحران مواجهه. بحرانی که دیگه ما نمیتونیم هزینه های حتی اولیه بچه‌ها رو تامین کنیم. ما امروز با فاطمه خداحافظی کردیم و تو این مدت اخیر با حدود 150-160 از بچه‌ها مجبور شدیم خداحافظی کنیم و از دیگه تو مدرسه نتونیم این بچه‌ها رو برای سال بعد داشته باشیم. بچه‌هایی که دونه دونه شون رو با سختی جذب کردیم از چهارراه ها، از محل کارشون و پدر و مادر رو راضی کردیم، با یک سختی خیلی زیادی تونستیم پای بچه‌ها رو مدرسه باز بکنیم و الان به خاطر یک سری نبودن یک سری هزینه‌های خیلی جزئی نمیتونیم دیگه خیلی از این بچه‌ها رو داشته باشیم. یک کمپین رو اندازی کردیم به نام تنهایی نمیشه. اگه بخواید با این کمپین همراهی بکنید با پرداخت ماهانه 50,000 تومان که برای ما این پول بسیار ارزشمنده، میتونیم یک بچه رو از سر چهارراه به پشت نیمکت ببریم و بهش خیلی از چیزهایی که برای زندگیش لازم داره رو یاد بدیم. الان برای ما تا آخر تابستون همین فرصت کم حکم مرگ و زندگی رو داره. ما اگر بتونیم این بچه‌هامون رو تامین بکنیم و برای هر کدوم از بچه‌هامون حامی پیدا کنیم میتونیم تا آخر سال نگهشون داریم. اگر دوست داشتید از این طرح حمایت بکنید، سوپروش رو تو اینترنت سرچ بکنید و به سایت سوپرویش برید و طرح بورسیه رو مشارکت کنید و همینطور این فیلم رو برای ما منتشر بکنید. اگر این فیلم رو بتونید دست به دست بدید و از ما حمایت بکنید خیلی برای ما موثره و بسیار ارزشمند و ما میتونیم این بچه ها رو برای آینده آماده بکنیم و یاران صبح رویش که دارن عاشقانه با تخصص های بسیار بالا 80 نفر دارن در صبح رویش کار میکنن به آرزوشون میرسن و مسئولیت اجتماعی ما و شما برای آینده بهتری برای این بچه ها به نتیجه میرسه. خیلی ممنون. صبح رویش .com یا سرچ کردن صبح رویش در اینترنت و انتشار فیلم درخواست من از شماست. بسیار ممنون از این جوان، امیدوارم موفق باشه در کارش و اجازه بدید که من برم سراغ آقای جلیل مرتضوی و امیدوارم که ایشون باشن، بتونیم ببینیم که امروز که دوشنبه هست چه خبر هست در آمریکا، چه خبر هست در ایران. اگه اشتباه نکنم جمعه وزیر امور خارجه انگلستان رفته بوده ایران، درست میگم یا اشتباه میکنم؟ انقدر خبرها سریع میاد و میره که آدم نمیدونه کی به کی، کجا به کجاست. آقای پتیک از من پرسید درباره دوستان پناهجو و پناهنده در آلمان که صحبت کردی. آقا و آقای مهرداد اعتشامزاده، مهران همش به شما میگم مهرداد، مهران اعتشامزاده کاری انجام داد یا آقای دکتر شهرام ایران دومی؟ گفتم آقای اعتشامزاده بنده خدا فوری شماره تلفنش رو گذاشت، گفت که اگر به اصطلاح اونا بخوان تماس میگیره، بعد گفت اینا سکیوریتی دارن اونجا، به اصطلاح باید یاد بگیرن استفاده کنن، اگر چیزی هست گزارش بدن به اونها. و بعضی هم گله کردن که اینا انتظارشون خیلی بالاست، به همین خاطر فکر میکنن مثلا اومدن شمال، حالا باید اونجا هتل و سرویس و اینها باشه و باید یه مقداری انتظاراتشون رو کم کنن، فوری یاد بگیرن زبان آلمانی رو حتی اگه میخوان کشور سومی برن. در صورت آقای مرتضوی هستید شما اینجا؟ من هستم در خدمتتون آقای سوری. به شما و بینندگان خوبتون سلام میکنم از بوستون بزرگ با هوای بسیار گرم طاقت فرسا. آقا اینجا شده جهنم. اولا شما چرا فقط به بیننده های خوب ما سلام میکنی؟ بیننده های بد رو هم اجازه بده بیان توی کلاس، شاید خوب بشن، یه امیدی باشه. آره نه آقا ویدیو نداریم از شما. نه
آره ویدیو فکر کنم یه اشتباهی کردم، ویدیو ندارم. اب نداره، ما به جاش صفحه فیسبوکتون رو نشون میدیم که مرسی. دوستان اینجوری با شما بیشتر در تماس باشن. به شما تبریک میگم، شنیدم یه دانشگاه دیگه هم کتاب شما رو به اصطلاح به دانشجوهاش پیشنهاد کرده که ببینن، و این رسم اینجا، حتی تو مدارس هم به بچه ها میگن که یک کتابی رو بخونین و بعد راجع بهش بنویسید و نظر بدید، و ما هم باید این کار رو انجام بدیم. دوستان عزیز، با آقای جلیل مرتضوی هستیم از بوستون. آقای مرتضوی رو من میتونم بگم به عنوان اولین ژورنالیست ایرانی قبول دارم. حالا ایشون یکم با ما نامهربان بود، ولی اب نداره، من شما رو از یاد گرفتن از شما دوست دارم. یعنی اون طرز خوندن روزنامه ها، اون طرز نگاه شما به روزنامه ها، و این که بی پروا نظر خودت رو میگی و خیلی هم بابتش به اصطلاح جریمه شدی. البته یه شعری هست میگه که اونایی که می هراسند مثل روباه از دنیا میرند، و الان درست یادم نیست، روباه صفتان زشت خو را نکشند. البته اون را هم من قبول ندارم، چون اون فلسفه کشته شدن و شهید شدن و اینها رو پرورش میده. دوستان عزیز، احتیاج نیست کسی شهید بشه تا شاهد باشه، از وجود اینها تا زنده هستن استفاده میکنیم. خوشحالم آقای مرتضوی با ما هستن، من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید ایران و جهان چه خبر. خیلی ممنونم آقای سوربی. میدونید که امروز روز کارگر در امریکا لیبر دی هستش. جالبه که لیبر دی که از سال 1880 در این فکر بودن که این لیبر دی را یه روزی مهمی انجام بدن، بالاخره تصمیم میگیرن در سال 1892 که رسما میشه لیبر دی، که اولین بار ایالت اورگان لیبر دی را رسمی به عنوان یه تعطیل رسمی یاد میکنه، که بعدم دیگه همه جا تعطیل میشه و فلان. جالبه که من اینو در کتابم هم بهش اشاره کردم که در حقیقت کار در امریکا از همه جهان مهمتره. شما میدونید که در اروپا بیشتر به تعطیلات اهمیت میدن تا به روزهای کاری. در خیلی از کشورهای دیگه از جمله کشور ما، کار کردن رو برای کارگرها یه چیز عار میدونن، ولی در امریکا هر شغلی باشه، من برای اولین بار که وقتی به اینجا اومدم یاد گرفتم که شغل هر چی باشه کار میکنه طرف انقدر مهم و با ارزشه که اصلا در هیچ جای دنیا این شکلی نیستش. حتی اون نویسنده معروف و پژوهشگر معروف فرانسوی آقای توکفیل اگه اشتباه نکنم در اوایل یا وسط های 1800 میاد گشتی تو امریکا بزنه، و وقتی اینجا بعد از نمیدونم چه یک سال اینا تحقیق میکنه، برمیگرده و مینویسه که واقعا امریکایی ها به کار و شغلشون انقدر ارج مینهن و کار کردن در اینجا یک چیز مقدسیه. و جالبه که در خود بایبل هم که اگر مراجعه بکنید، اونایی که من چون یه مدت شاگرد بایبل بودم وقتی اول اومده بودم خانواده مسیحی اینا تا حدود بزرگ شدم، اینی که در خود بایبل یعنی انجیل بیش از 400 بار اشاره میکنن که کار کردن سر چقدر مهمه، یعنی کار کردن را یک چیز مقدس میدونن، که شما اگر زندگی تو با کار خوب پر کنی کمتر آسیب روانی و فیزیکی به تو وارد میشه. بنابراین امریکا تنها جایی هستش که به قول خودمون همه مثل خر کار میکنن. آقای سوربی حالا چی گیرشون میاد در اون حساب دیگه است. و حتی من اشاره کردم تو این کتابم هستن دوستای ایرانی و بسیاری از کشورهای خارجی که من دیدم، مثلا یارو اشاره میکنه میگه این میبینید داره اینجا رو میشوره، یا اونو میبینید داره مثلا کارگری میکنه، تو کشور خودش هرگز امکان نداشی همچه کاری رو انجام بده، ولی در امریکا با جان و دل انجام میده. چرا؟ چون کسی نیست که ایراد بگیره.
ما یه مشکل اساسی داریم، تا یکی یه نگاهی به ما میکنه زود به هم میریزیم. میده ببین داره من نگاه میکنیم که حتما چرا اومده اینجا داره کار میکنه فلان. ولی امریکایی ها هر شغلی را من دیدم، مثلا یارو استاد دانشگاه من برای اولین بار دیدم وقتی تازه اومدم اینجا شاید 42 سال پیش، بعد تو دانشگاه دیدم مثلا کسی که مستخدم اون دانشگاهه داره زمین میشوره، با ما هم خیلی رفیق بود، بچه باحالی هم بود، جوانم بود، وایستاده با استاد دانشگاه راجع به مثلا فوتبال و فلان و اینا آنچنان وارد بحث شده که اصلا اون استاد این کارگره شما نمیتونید تشخیص بدید، چون ما تازه ایران اومده بودیم، در ایران یه همچین چیزی اون زمان قبل از انقلاب غیر ممکن بود، هر کسی جایگاه خودشو داشت. ولی خوشبختانه الان اینجوری نیست، چون میره سربال تجریش همه قاطی‌اند و تشخیص نمیدن. فهم دارم که یکی از چیزهایی که به نظر من انقلاب به وجود آورد واقعا اون طبقات رو به هم زد، یعنی اون طبقاتی که این اونه اون اینه اینا به هم خورده. حالا من نمیخوام از انقلاب اینا تعریف بکنم، دوستان فکر نمیکنم من طرفداری میکنم، من دارم اون چیزایی که هست واقعیتی که دارم دیدم در ایران اینا رو میبینم و مطمئنم که این قسمت از خیلی از چیزها رو میدونی از امریکا آوردم و کپی کردم و خوبم کپی کردم. البته بعضی هاشون زیاد خوب کپی نشده، مثلا جلوگیری از دزدی و فلان اینو باید میدونی در امریکا دزدی زیاد میشه، ولی به محض اینکه یکی را بگیرن دیگه پدرش رو در میارن، یعنی تا آخر میرن، حتی اگر دولت نتونه پول جریمه بگیره انقدر وکیل پول خرج میکنن هر چی طرف پول داره همینطوری از بین میره. بله چون شما درباره روز کارگر صحبت کردیم، میدونیم که توی ایران 11 اردیبهشت که اول ماه می هست روز کارگر بود و جالب اینه که با وجودی که اینجا شروع شد و اینها، چرا این تفاوت هست؟ اونها اول می میگیرن، اینجا اولین به اصطلاح دوشنبه ماه سپتامبر میگیرن. این یک. دوم این که درباره کار در آمریکا صحبت کردید، میگم به همین خاطره که بهش میگن آمریکا. بعضیا به شوخی میگن آمریکا، و مخصوصا ماها که از جاهای دیگه اومدیم برای اینکه ثابت کنیم چیزی از اینها کم نداریم، بعضی وقتا از دل و جون مایه میذاریم، کار میکنیم، و بعضی وقتا با وجودی که جنریشن یا نسل اولی هستیم که اینجا هستیم، میبینیم از اونایی که چند نسل اینجا بودن وضعمون بهتر هست. اینی که شما گفتید مثل خر کار میکنن، من فکر کنم از خرم سخت‌تر کار میکنید، چون خر حداقل یکی از بهش یونجه میده، ازش نگهداری میکنه. ما بعضی وقتا خودمون هم یادمون میره که نهار و شام و اینها. برگردیم به سوال من، چرا اینجا این اول ماه می رو با همه دنیا به اصطلاح حالا یا بزرگداشت یا جشن هرچی روز کارگر اعلام نمیکنه؟ حالا خیلی ساده به این سوال جواب بدم چون از وقت برنامه تو زیاد نگیرم. این جنگی بود بین کمونیستا و امریکایی ها، برای اینکه کمونیستا اون موقع که شروع کرده بودن میخواستن که اون ماه می تبدیل بشه به روز کارگر، همه جا جهانی بشه فلان، برای اینکه امریکایی ها زیر بار یک همچون ایدهی نرن، اینها همیشه برای خودشون یک چیزی جدا قائل بودن و به همین خاطر لیبر دی را کردنش اولین به حساب اولین هفته ماه سپتامبر که کاملا جدا بشه با ایده کمونیستی. به همین خاطر این در امریکا و کانادا لیبر دی از همون هفته اوله، و دلیلش هم به همون چیزای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. بسیار ممنونم از شما. خب بگید ببینیم این اوضاع و احوال آمریکا با این دروغ‌های چپ و راستی که این ترامپ میگه، واقعا دیگه انقدر دروغ گفته ما که نام شدیم، اصلا دیگه برامون معمولی شده. یه روز میاد راجع به حالا دیگه میگه چین اومده دستکاری کرده به اصطلاح چیزای اون سیستم هک کرده مال کلینتون و اینها، بلافاصله اف بی آی گفت همچین چیزی نیست، و هر هفته یه چیزی رو عنوان میکنه تا نظرات رو از اون ماجراهای دادگاه و اینها برگردونه. و با وجودی که هفته قبل خودش میگفت من مخالف اینم که بعضیا فلیپ میکنن میرن بر خلاف دوستانشون نظر میدن،
ثابت شده بود که خودش خیلی از این کارا کرده، هیچ جدیدن هم باز مثل که میخواد درباره همکاران و همدستانش برای اونها بزنه. شما این اوضاع رو چجوری میبینید؟ این وضع واقعا ادامه داره؟ جای خطرناک شد که گفت اگر ما ماه نوامبر برنده نشیم آمریکا شلوغ میشه و دو سه روزه اینجا نگرانی هست که یعنی چی اگر آمریکا بعد از انتخابات شلوغ بشه؟ خب چه تفاوتی داره با پاکستان؟ چه تفاوتی داره با ایران؟ چه تفاوت داره با کشورهای دیگه؟ نظرتون در این موارد چیه؟ بفرمایید. خیلی ممنون. اول اینکه آقای صوبین سوالی که بخواستی از جریان داخل کاخ سفید و نظری آقای ترامپ بپرسی، باید از اون پسر جالب میپرسیدی که اون میگه که تمام اطلاعات آقای ترامپ رو من بهش میدم راجع به ایران. حتما این شخص شما میشناسید. فخرآور میگید؟ بله، فخرآور دیوانه. دقیقاً. بله. جالبه که این وقتی میومد اون موقع تو برنامه آقای شاعر گرانمایه آقای سعد و اونجا چی اردندان میکرد که آقای ترامپ اینجوریه، من الان در یه جایی هستم که به خاطر امنیت نمیتونم بهت بگم فلان و اینا. بعد اینم که خیلی استقبال کرده بود تفلک، فکر میکرد که این فردا دیگه میشه رئیس صدای امریکا و بعد آقای صدر هم میاد اونجا یه چیزی میگه. چون آقای صدر رو حتی من بهش زنگ زدم گفتم آها، یعنی اگر نگفته بودم گفتم ببین آقای صدر اینشون رو میاره روی برنامه چشکال نداره، ولی اطلاعات همش دروغ عیز من حتی گواره میدونم این خیلی دروغ میگه، باور کن این صحبتش رو به من گفت. خب همینجا شما نگه دارید دوستان، وقتی من میگم آقای مرتضوی رو من به عنوان ژورنالیست ایرانی قبول دارم و دیگران رو نه، ببینید ایشون میگه که من با تحقیقایی که کردم فهمیدم این امیر عباس ننگاور فخرآور دروغگوه، به طرف زنگ زده، اون گفته میدونم دروغ میگه. یعنی چی؟ یعنی فقط میخوان شما رو سرگرم نگه دارن، برنامه رو درست کنن بدن 12,000 تا روی یوتیوب، 10,000 تا روی یوتیوب، بعدش هم شبا همش برن این ور اون ور، یا تو کازینو یا پای منقل یا پای سفره‌های عرب بشینن و خوش باشن. ولی کسی که میره روزنامه‌های آمریکایی رو میخونه، کسی که سر از کتابخونه‌ها در میاره، کسی که خودش مطالعه میکنه، آدمای دروغگو رو فوری میبینه، فوری میشناسه. من جایی هستم که به شما نمیتونم بگم. بله، تو توالت هستم، معلومه نمیتونم به شما بگم. همین دیوانه حمزه پور با هر کی صحبت میکرد همین ماجرا رو میگفت، من امروز فلان جا بودم. همین دیوانه حخا همین ماجرا، آمد توی نشنال پرس کلاب یه ماشین جگواری از یه سیاه‌پوست خریده بود، 2000 دلار جوش آورده بود، دیر رسید اونجا، گفت که من ماموران جمهوری اسلامی آمدن دنبالم، اینا رو تو خیابونای واشنگتن گم کردم، دیر رسیده. بعد به من گفت ماشینم جوش آورده. بعد گفت این آقای کی بود، رئیس هوملند سکیوریتی؟ گفت الانم این آقای فلانی اینجا تو اتاق بغلیه. گفتم خب به تو چه، اینجا 100 تا اتاق داره، هر یکیشو به یکی اجاره دادن. دوستان گول این من الان یه جایی هستم و من تو راهروای اینا هستم، و البته درست میگن برای که تو اتاقا راهشون نمیدن، اینا تو راهروا هستن، اینا رو نخورید. بفرمایید آقای سعد. ببین من اگر مثل امید دانا بودم میتونستم صداشم ضبط کنم بعد از اون ماجرا بدم بیرون، ولی من نمیخواستم که آقای سعد رو اذیت کنم، ولی چون احساس میکردم که این ممکنه یه سنی ازش گذشته، وارد نیست، مطالعه نداره، فلانه، زنجدم گفتم. ولی چون خودش به من گفت میدونم، ولی اینجا رو حالا ببین آقای سعودی، ایشون تا اون موقع که اون کتابم نوشته بود اتفاقا آقای بهرام مشیری مجبورش کردم که آقا اومد نقدشه، گفت آقا این کتاب کتاب مرجع نیست، اگه میخواید داری سرگرمی میخونید بخونید، ولی کتاب مرجع نیستش. اگر خامنه ای رو میخواستن ببرن توی ماسکو نمیدونم کجا درس بخونه فلان، ایشون که در نجف بوده چی نیازی بوده از اونجا بیاد تا دم دریای مازندران یا به قول این مریها و دریای خزر یا کسپیان، میگه آخه چرا دیگه این همه راه میآوردن، روسا از اونجا سوار هواپیما میکردن یواشکی از بغداد میبردن ماسکو، ایش کم نمیفهمید که دیگه از اونجا بیاد یه قایق سوار شه. گفت اینا مرجع اطلاعات غلطه،
حالا این آقای مشیری که دیگه مأمور جمهوری اسلامی نیست، تازه هر کی آقای مشیری رو میگه این ضد مذهب و ضد جمهوری اسلامی. ایشون هم اینو گفت، ولی آنجایی که اومد این حرف گنده را زد که آقای صدر رو ناراحت کرد، یعنی آقای صدر رو سرطان سلطنت رو گفت، آره شعبانو برای رفته به تلویزیون گفته با این آقا مصاحبه نکنید. ببین آقای سوربی، من شعبانو رو نمیشناسم و هرگزم با ایشون نه دیداری داشتم نه صحبتی کردم، ولی همین مقدار میدونم که اصلا شهبانو یک همچون آدم رو به نوکری هم قبول نمیکنه. همین الانش، نمیگم قبل از انقلاب، همین الانش که آخه شهبانو بیاد وقت بذاره زنگ بزنه بگه با این مصاحبه نکنید، آخه این چی داره که باش مصاحبه نکنه؟ اونجا اومد این حرف رو زد دیگه، آقای صدر رو بهش زنگ دادن این منوال که آقا گفته این همه وقت طلب کردی دیگه وقت طلب نکنیم، بابا معلومه که این میخواد خودشو پروموت کنه، یعنی با گفتن این میخواسته خودشو بزرگ کنه دیگه. اتفاقا یه پسر دیگه هم، حالا نمیخوام نام ببرم، پول شما هم که نداده فلان، امیدوارم داده باشه، ایشون هم یکی از اون نوچه های ایشون بود که میگفت چیز فرار کرده بود از خونه، رفته بود تکساس، میگفتش که آره شهبانو زنگ زده به FBI از من شکایت کرده، FBI افتاده دنبال من فرار کردم فکسادم. بیچاره سیامک زن نصف شب به من زنگ زد، چون به ایشون زنگ زده بود، گفت آقا خیلی مهمه این پسره رو میخوام بگیرم بیا یه کاری بکنم. گفتم کنون پسره وقت خاصه اسم شما رو تو نمیخوام وارد اون بحث اسم و اینا بشم، خودت میدونی منظورم که. گفتم که بابا این حرفا چیه؟ این بابا خوبکاباز داره میخواد خودشو بزرگ کنه، مطرح کنه، این یکی از راهاشه. آخه FBI دنبال تو بیفته، من به قول معروف FBI یا هر نهاد امنیتی در داخل امریکا اگر میخواد شما را بگیره، شما که اولا عددی نیستید که اصلا همون دقیقه شما را پیکاپ میکنه، خود بدون اینکه خودت بفهمید، و شما کسی نیستش که از دست اینا فرار کنی. حالا یه چیزی آقای مرتضی، شما اگر FBI میخواد یه نفر رو بگیره، شما میرید با اون کسی که FBI میخواد بگیرهش همکاری میکنی، خب خودت هم تو درد سر میفتی. اگر این مملکت و قانونش و FBI شو CIA و اینا رو قبول داری، حتی آقای سیامک زن که تو کانادا هست، رابطه آمریکا و کانادا جوری نیست که مثل دوتا کشور باشه، واقعا مثل دوتا ایالت همدیگر رو تریت میکنه. و بله، حرف اینها رو نباید قبول کنیم، اینها فقط دنبال مشهور شدنه. آمریکا میگه نه 15 second fame یا یه چیزای اینجوری میگه. آره 15، آره 15 بله. یعنی 15 ثانیه برای مشهوریت. البته اونها دلیل داره، بله. در سطح رادیو تلویزیون های سراسری منظورشه، نه در سطح همین 3-4 نفر. دقیقا. خب بگو ببینیم که اوضاع ایران چه خبر. ببین در مورد آقای ترامپ برگردیم بگو. سوال کنیم که خیلی جالب است. ببین آقای ترامپ در حال حاضر خودش هم اعلام کرده که میخواسته جف سشن وزیر دادگستری اخراج کنه، بهش گفتن که آقا این اخراج بکنی انتخابات بر علیه ما خواهد بود، دموکرات ها 100% میبرن. بنابراین خودش گفته تا انتخابات ماه نوامبر دست به جف سشن نخواهد زد، جف سشن سر جاش میمونه عنوان وزیر دادگستری. حالا دلیل اخراجش هم اینه، چون این میخواد که جف سشن بیاد آقای مولر رو اخراج کنه نه آقای ترامپ. اون موقع میگه من که نکردم جف سشن. جف سشن هم به اندازه کافی عقل داره. ببینید این دادستان کل کشور، اتفاقا اون آقای پاپاپولوس چی اسمش الان دارن محاکمش میکنن، اون گند این دوتا رو در ورد و دیروز داشتن میگفتن که یه دلیلی که این آقای سشن خودش رو ریکیوز کرده، یعنی از اون تحقیق و از اون بازرسی و اینها گفته من نمیتونم در صدری باشم، یکیش اینه که این تو همون جلسه اون پسره پیشنهاد میده که آقای ترامپ شما بیا برو با پوتین دیدار کن، و این سشن هم میگه اوکی. یعنی الان از دیروز دالا این ماجرا اومده درباره این که اگر سشن رو بذاره کنار میبازن انتخابات رو. اینم شما کاملا درست میگی، چون اون وقت برگ برنده میاد دست دموکرات‌ها
دموکرات‌ها اینو تایید نمی‌کنن، نفر بعدی رو که بیاره تایید نمی‌کنن برای اینکه داستان کل کشور باشه و خیلی مهره خالی داره، خیلی جای چیزو به اصطلاح نتونسته پر کنه هنوز. اینی که گفت من آدمای خوب آدما بهترین رو میارم اینجا، اولا هر کی آورده یه ما دو ما یا عوض میشه یا گند کارشون بالا میاد. اصلا واقعا دولت به این بیدر و پیکری ما تا حالا فکر نمیکنم داشته باشیم. من که از زمان ریگان تا حالا اینجا هستم واقعا همینطور. آقای سوری ببین یک جریان دیگری هم هست، جفتشن با این همی کادر محافظه‌کار تندرو ضد خارجی شکی در این نکنی. خود جفتشن گفتش که آقا چون من با انتخابات آقای ترامپ همکاری کردم و میدونم، به همین خاطر نمیتونم من این بابا را اخراج کنم، خودم رو کنار میکشم تا این تحقیقات مستقل بره جلو. حالا یه چیز دیگری هم هست که بعضی از جمهوری خواها این برانبر دارن میگن با اون اینه، میگه یه دلیل اصلیش هم که جمهوری خواها فعلا نمیخوان اتفاق بیفته چون اونها همچون علاقه به این مایک پنس هم ندارن که معاونشه، چون ترامپ اتفاقی بیفته فردا اون میشه رئیس جمهور اتوماتیک. آقای مایک پنس که این آقای مایک پنس از همه خطرناکتره. میدونی که خودش همیشه در صحبتاش گفته که آقا من در درجه اول یک مسیحیم، در درجه دوم یک محافظه‌کارم، در درجه سوم یک جمهوری خواه. و ضمناً از دوران دانشگاهش که اطلاعاتی به دست آوردن، چون ایشون خیلی مذهبی تندروه دیگه واقعا، یعنی از مذهبی‌های تندروی ما هم بدتره، و بارها گفته که خداوند مأموریت به من داده که من بشم رئیس جمهوری آمریکا. اینو کی گفته؟ زمانی که دانشگاه بوده. بنابراین این از همه اقلا پول، ما به آقای ترامپ رو میشناسیم، آقای ترامپ علاقه به پول داره و علاقه داره که پوز بده، پولم به دست بیاره بدون اینکه خرجی کرده باشه. این شانسی به دست داره. ولی مایک پنس خطرناک داره. به همین خاطر میگه جمهوری خواها یه مشکل اساسی هم دارن، خود مایک پنس ممکنه همینطوری هول بدن بره تا این 4 سال تموم بشه، هر دو رو بندازن بره که یه کسی دیگه ای بیاد سر جاش بشینه. ولی جالبه که شما خوب اشاره کردین، هر کسی که با آقای ترامپ کار کرده لیک داره، و دلیل اصلیش هم ببین نگاه کنید، اون یارو که مشاوری امنیتی شده بود جنرال مایک فلن، آقا این مایک فلن که وقتی مشاوری امنیتی بود جای بولتون بود دیگه، اولینشون بود. بله. آقا شما اگر اون نوارهای میبودی رو ببینی، آقا هر روز ما بله بینندگان عزیز، مایک فلن به ایران هشدار داده، ایران رو میگه رصد میکنه. آقا اینقدر هر روز صحبت میکرد، ولی یه روزی داشته صحبت میگه گفت آقا اومدن بهش گفتن که فلانی مایک فلان دیروز بیرون شد، چون میبودی که تو خط نبوده دیگه، نمیدونه مثلا چی میگذره، اون چیزایی که بهش مینویسن میدن این مرون و این رو بیان میکنه. گفتم بابا دیروز مایک فلان اخراج شد، الان هم تحقیقات FBI گرفته. یادت باشه مایک فلان یکی از این آدمایی بود، اینو دیگه اون آقای رئیس سابق CIA جیم ووزی گفتش که این اومد به من گفت فلانی ترکیه به ما پیشنهاد کرده که این چند میلیون دلار میده ما فتح الله گلان رو بگیریم، بعد یواشکی بدیم پولا رو بگیریم. بعد اون میگه که همینو میخواسته با ما محرمانه صحبت کنی، گفت بابا تو باید خیلی دیوونه باشی، چی جوری تو میخوای بری یواشکی یکی رو در امریکا بگیری، دست و پاشو ببندی، بدی به یه دولتی که میدونی بری اونجا چه اتفاق میفته، بعد اون موقع اصلا هیچ اتفاقی نمیفته برای تو، تو باید دیوونه باشی. ببینید یعنی یادتون باشه این اولین کس همچون آدمایی دور برتون بوده. بله. ببینید درست روشای مافیایی، آدم ربایی، گنگستری، و این اولین کسی بود که اون جمله معروف لاکر اپ یعنی دستبند بزنید به کلینتون رو به اصطلاح این شروع کرد توی برنامه‌ها، و اولین کسی هم بود که وقتی دادگاه گندش بالا اومد به FBI دروغ گفته، مردم بیرون وایساده بودن و یکی از شعاراشون همین بود لاکی مپ، یعنی این رو زندانی کن. درباره آقای میبودی منم اون روز تو برنامه‌ام گفتم که این دوستانی که از این رادیو به اون رادیو به اون من بعضی دوستان میگن آقا هر روز برنامه بذار، میگم کار مشکلیه،
هر روز یه برنامه داشتن کار بسیار مشکلیه. اینا شما نگاه کنید، 2 ساعت تو این رادیوه، 1 ساعت تو اون رادیوه، 3 ساعت تو اون رادیوه، حالا وسطش هم دیگه سنی ازشون گذشته، باید با قرص و دوا و مواد و بغلان اینا خودشونو بسازن، اینا مطالعه ندارن. آقای مسعود سعد فکر کنم آخرین باری که کتاب خونده همون کتابای حافظ و سعدی و اینا بوده که بتونه یه شعر از اینجا کش بره، یه شعر از اونجا، این دوتا رو بچسبونه به هم بشه یه شعر جدید. آقای میبودی اصلا مطالعه نداره، سیاست آمریکا رو وارد نیست، و اون احمقی که میگه ترکیه به ما پول داده بریم این گولان رو بگیریم، گولان کسیه که اردوغان میگفت که این از پنسیلوانیا، این از اینجا کودتا کرده، و الانم اون آقای کشیش رو که گرفته میگه اونم از اونجا دست به یکی کرده بود با این، و اینها قراردادهای بسته بودن با ترکیه، پولهایی میگرفتن هم خودشون هم بچهش پسرش هم خانوادهش که بیا و ببین، و مالیات هم نمیدادن. یعنی اینا درست این الکاپون الان سرشون تو خمره گیر کرده، چون دوستان اگر بخونید تاریخ آمریکا رو، الکاپون از لحاظ قانونی نه اف بی آی نه پلیس تونست حریفش بشه، اداره IRS به اصطلاح مالیات بر درآمد یقش رو گرفت، گفت شما پول ساختی مالیات ندادی، انداختن زندان. خیلی ممنون، من ساکت میشم، شما بفرمایید آقای مرتضوی. و اتفاقا درست اینو گفتی، به خاطر اینکه خود مایک فلن که اومد تو اون کنوانسیون حزب جمهوری خواها، اون سخنرانی را که این میگفت هی بر علیه خانم کلینتون میگفت، بعد همه هم یک صدا میشدن چون تکی کلامش این میده لاک و راب و هی ادامه دادن. بنابراین حالا خدای کلینتون ببین چقدر کار کرده، این آقا رو گرفتن، خودش دیگه دید وضع خرابه، اومد اعتراف کرد که آقا با من کاری نداشته باشید، هر چی میخواهید من بهتون میگم، که دیگه اولین قربانی همین ایشون بود که وقتی آوردن میخواستن ببرن دادگاه که اونجا اعتراف ها رو بگه، که اون عده اونجا جمع شده بودن میگفتن لاک ما، اون در حقیقت میگن چاه نکن بهر کسی یا بر خوده، این مایک فلن از اونجا. بعد از اون دیگه یکی پس از دیگری، تا اینکه وکیل آقای ترامپ که مایک کوهن، جالبه که خود مایک کوهن بارها گفته بود که آقا این اصلا پدر منه، جای پدر منه، من حتی حاضرم برای این گلوله بخورم. وقتی دیدن که دیگه یه جوری اومد و دید که آقای مولر همه اطلاعات جمع کرده، آقا یک شبه اومد که آقا من غلط کردم، هر چی میگید راجع به من بهتون میگم، فقط با من کار نداشته باشید. ببین داستان اینه، اتفاقا یک روزنامه محافظه‌کار نوشته بود، میگو ببین جالبه که آقای ترامپ را دوستای خودش بهتر از ترامپ میشناسن، میدونن که بر سر بزنگا آقای ترامپ میتونه اونا رو زیر پا بذاره، ازشون رد بشه. حالا درست نوبت اونها شده که آقای ترامپ رو زیر پا میذارن که ازش رد بشن، آسیبی به اونها وارد نشه. ولی داستان اصلی که الان آقای ترامپ باش مواجهه، اون روزم که شما اشاره کردید که تو اون مصاحبه معروف فاکس تی وی هم که اگر منو بیرون کنن بازار سهام به هم میریزه، همه فقیر میشن، در صورتی که آقای سوربی من خودم دی تریدر بازار سهام هستم، بازار سهام فقط 50 میلیون امریکایی تو این بازار به وسیله نهادهای مختلف سرمایه گذاری کردن، آدم معمولی اصلا با بازار سهام کاری نداره. الان من به شما بگم که از وقتی که ترامپ اومده بازار مثلا 4-5 هزار واحد رفته بالا، آیا تغییری در زندگی شما به وجود اومده؟ آیا پول بیشتری گیرتون اومده؟ آیا این مردمی که الان نمیتونن ماگجشون رو بدن، اونهایی که گرفتار و این میدونی که در امریکا الان تعداد کسانی که برای بنکراپسی یعنی همون برشکستگی اقدام میکنن نسبت به سال گذشته زیادتر شده؟ چرا؟ به خاطر اینکه همه چی گرون شده، مردم درآمدش ثابته، نمیتونن خرجا رو بدن. آقای ترامپ برای اونا چیکار کرده؟ هنوز جوابی نداریم. مهمترین چیزی که آقای ترامپ قول داده بود انجام بده که آقا ما ساختمانامون، مدارسمون، پلهامون در حال نابود شدنه. من پیشنهادم اینه که نمیدونم 100 و چند میلیارد دلار هزینه اینا بشه.
آقای ترامپ تا حال پیشنهادی کرده که این کارو بکنم؟ نه، تازه اضافه حقوق آینده اینا رو هم مال کارمندای فدرال هم گذاشت رو هول، فقط ارتشی‌ها رو گفت 2% اضافه کنن. و شما یه نکته خوبی رو گوشزد کردین، این ماجرای اقتصاده که این هی میاد تو تلویزیون میگه ببینید مارکت، اولا از موقعی که دو بار رفت پایین دیگه خفه شد هیچی نمیگه، و هر روز که میرفت بالا کردیتشو این میگرفت. بعد به قول شما 50 میلیون، 250 میلیون هیچ کاری به مارکت نداره، که یکی از اونها من هستم که اصلا نمیدونم چیه، چرا بالا میره، چرا پایین میاد. و باز همین سوال من از مردم میپرسم که یکی از این خانمای معلم زنگ زده بود به این آقا که آقا تو چرا اومدی اسم منو گفتی که من هفته 1.5 دلار به حقوقم اضافه شده؟ آخه بیچاره 1.5 دلار برای من چه دردی درمون میکنه؟ مخصوصا معلمایی که سالی 400-500 دلار از پول خودشون برای بچه‌ها، بله دوستان، بچه‌ها در آمریکا بعضی‌هاشون ندارن کیف و کفش و لباس و اینا، معلما کمکشون میکنن برای اونا بخرن. وضع اقتصادی همین جوری که شما میگی فقط مردم رو گول زدن، و یه عده‌ای چون اینجوریه دیگه، اون ترس ریخته شده، فعلا دارن خرید میکنن، فردا که باید این پول رو با کردیت کارت پرداخت کنن میبینن پولی در نیاوردن. دوستان فکر کنید این ترامپ یک حرف اشتباه زد راجع به مواد ریسایکل که میرفت چینا، الان چینا گفته ما برامون گرون تموم میشه، اینو نمیگیریم. حالا هندوستان میگیره میده به چینا، ببینید مردم آمریکا بیشتر باید پول بدن. من به شوخی یه جایی گفتم که خب این که خودش و بچه‌هاش اینا بیکارن، باید بشینن تو یک یاردی، یک گاراژی بهشون بدن این مواد ریسایکل رو بشینن اینا جدا کنن، و شیشه‌های پلاستیک این ور، بطری‌های پلاستیک این ور، بطری‌های شیشه‌ای اون ور. وضع اقتصاد آمریکا به طرف دیپرشن یا چی بهش میگیم به ایرانی، داره پایین میره، و هول نشین مثل چند سال پیش دوره کلینتون و اینها بود که اون دات کاما همه وحشی شده بودیم، هی میرفتن هر چیزی میخریدن، طرف میگو من رفتم یک کشوری سهام گلد خریدم، طلا خریدم، اسم کشوره رو هم نمیتونست حتی تلفظ کنه. در صورت از شما ممنونم، این ماجرای اقتصاد و اگر بتونیم در برنامه های آینده بیشتر روش صحبت کنید من ساکت میشم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، چون ما امروز باید با دکتر شهرام ایران بومی هم صحبت کنیم راجع به 10 سپتامبر. بفرمایید. خواهش می‌کنم. نه، تان آخرین صحبتی که میخوام خدمتتون بگم، ای آقای ترامپ الان صحبت از، یعنی تنها چیزی که همیشه اشاره میکنه بازار سهامه. رانالد ریگن یک صحبتی داشت همیشه در انتخابات، اون میگفتش که آخر که میمد میگفت ببینید شما از خودتون سوال کنید آیا وضع زندگی شما بهتر از 4 سال پیشه؟ خب به این آقای رای بدید، اگر وضعش بدتره خب به من رای بدید. این یکی از چیزایی که حالا این 4 سال یعنی 2 سال آینده سوال این خواهد بود دیگه برای مردم، که آیا وضع شما از وقتی که ترامپ اومده بهتر شده یا نه. اگر بهتر شده خب مسلمه به ترامپ رای میدن، اگر بهتر نشده خب معلومه به رقیبش رای میدن. ولی همین نوامبر من فکر میکنم که این یک میزان خوبیه. نوامبر اگر دموکرات ها یکی از مجلس رو به دست بگیرن، اون موقع دیگه یه مقدار بازی ها به واقعیت تبدیل میشه، چون امریکایی ها معمولا یه بار میتونن گول بخورن در هر انتخابات، نه دوبار. و ضمناً آخرین صحبتی که الان توی امریکا هستش که راجع به روسا دخالت کردن فلان اینا، استیون کینزر که یکی از نویسنده های معروف که الان کارشناس دانشگاه براونه، همونی که کتاب معروفش در مورد ایران آخرین مردان شاه هم نوشته بود، همه مردان شاه، من دوبار باهاش مصاحبه کردم، آفرین، همون آقای کینزر منو دعوت کرد توی چیزش 2 سال پیش، اون کتاب چیزم در اومده بود از ایران تا امریکا، توی رفتم توی دانشگاه توی کلاسش هم اتفاقا سخنرانی کردم الان تو دانشگاه براونه. ایشون تو باستون گلوب هفته یه روز مقاله می‌نویسه، میگه که بابا جون مگه یادتون رفته ما با در چندین کشور دنیا دخالت داشتیم در انتخابات اونها، اصلا به هم زدیم، کودتا کردیم، و ضمناً زمان بوریس یالسن
حتی آقای کلینتون رسماً آدم فرستاد که بوریس یلسن رو کمک کنه، حتی از بانک جهانی پول درخواست کرد که 10 میلیارد وام به روسیه بده تا بوریس یلسن بتونه یه کاری بکنه. اون باعث شد که بوریس یلسن انتخاب شد. میگو ما که دخالت ما اصلا آشکار بود، میگو اینها باعث شد که یه آدم مثل پوتین از جاش بلند شه، مسائل ناسیونالیستی روسا رو مطرح کنه. گفت ما در این اونجاها این کارا رو کردیم، حالا سوال میکنیم که چرا روسا دخالت کرده. ولی روسا دخالت کردن، کسی که رأی داده آیا روسا بودن یا امریکایا بودن؟ بنابراین اونا اگر گول خوردن خب یه چیزی. و اینکه زمین آقای سربی، از حالا به بعد مردم فکر میکنم که دیگه به این آمارهایی که همه پرسی میکنن این نظرسنجی ها اینا رو قبول نخواهند داشت. اصلا خیلی چیزایش دمتا که در انتخابات قبلی همه فکر میکردن که آقا این میبازه، آقای ترامپ میاسن، کسی نبود. و حتی آقای هولاکوهی شده بود سیاسی، آقای هولاکوهی که صحبت از مسائل روانشناسی و جامعه شناسی و اینجور چیزا، اصلا هر روز میاد تو برنامه میولی که آقا این پرت و پلا میگه تو، اصلا این امکان نداره ببره. ولی هیچ وقت دیگه نیومد بعد از اون معذرت خواهی بکنه آقا منم مثل بقیه اشتباه کردم. بنابراین حالا باید ببینیم چی میشه دیگه. ولی فعلا آقای سربی داستان اینجوری هستش و واشنگتن هم دست ترامپه تا ببینیم که ماه نوامبر چه اتفاقی میفته. بله خیلی ممنون، متشکرم. ولی آمریکایی‌ها یه چیزی دارن میگن never say never، هیچ وقت نگو هیچ وقت، یا هرگز نگو هرگز. بعضیا فکر میکنن که با این تبلیغات دروغی که راه میندازه و شور و هیجان قلابی که ترامپ بلده به عنوان یه شومن تلویزیونی راه میندازه، توی اون بیچاره‌ها طبقاتی هم هستن که معمولاً بلو کالر و کم سواد هستن، ممکنه باز هم همین 2018 نوامبر امسال برنده بشن هم 2020. حالا باید صبر کرد ببینیم چی میشه. ولی یادمون باشه مثل آقای میبودی شرط بندی نکنیم که اگر فلانی برنده شد من از کار تلویزیون. آقای میبودی شرط بندی کرده بود که اگر احمدی نژاد برنده شد از کار رادیو تلویزیون میرن بیرون، ولی همین نشون میده که حرفاشون چقدر نادرسته. ممنونم از شما آقای جلیل مرتضوی، به امید دیدارتون در برنامه‌های آینده. خیلی ممنونم به شما و بینندگان خوب عزیزتونم. آرزوی شب و روز خوبی را دارم. خدا نگهدار. مرسی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای جلیل مرتضوی بودیم از باستان. آقای سلیمانی دوست خوب نوشته جناب مرتضوی برای آمریکا دخالت کردن در حکومت‌های خارجی یک حق محفوظ است، ولی خدا نکند کسی در آمریکا دخالت کند. ایشون همچنین توضیح میده، توضیح قشنگی داده درباره بازار سهام. دوستان حواستون باشه، اکثر آمریکایی‌ها فقط از طریق بیمه‌های عمر و بدون حتی دخالت خود افراد در بازار سهام وارد شدن و شتاب رشد سهام در زمان اوباما خیلی بیشتر بود و کلن در زمان ریاست او 233% رشد کرد و این رشد فعلی هم از زمان ترمیم اقتصادی اوباما دنباله اون بوده. کاملا داره درست میگه. این پایان خوشی ندارد، چون اکثر تا 90% رشد به 1% بالای ثروتمندان رسیده. آقای اکبری میگه که چون آقای احتشامزاده راجع به پناهندگان آلمان نوشته بودن که تلفنی نشده، خب ما هم نمیدونیم که اون پناهنده حتما برنامه ما رو دیدن یا نه و چجوری با اونا میشه تماس بگیره. آقای احتشامزاده نوشته بود که اینها چون تماسی نگرفتن منم نرفتم، اگه کسی تماس بگیره میرم. ممنونم از شما. آقای اکبری میگه جناب احتشامزاده در تایید سخنان شما، من از 1979 در آلمان زندگی میکنم و دانشگاه رفتم با مدرک کارشناسی ارشد، یعنی فوق لیسانس در یوتی یا تیو بودم برلین. کسانی که سالها بعد از من به عنوان پناهنده آمدن اکثرا خونه شخصی دارن و بهترین ماشین زیر پاشونه. USV نمیدونم چیه، SW، این وقتی فارسی انگلیسی میسین یا جا بجه میشه. درستا ممنون و متشکرم از یکایک شما دوستان. دوستان اون صبح رویش رو اگه خواستید کمک کنید. و یک خبر اینجا هست، اجازه بدید من بخونم براتون و ببینید اینایی که این علی اکبر امیدمهر حتما میدونید، یه دفعه من قرار بود باهاش مصاحبه کنم ولی چون اینها نوکر رضا پهلوی هستن و اون حالت مافیایی هست در سیستم اینها و
وقتی که اعلام میکنیم به همدیگه خبر میدن که با این نری مصاحبه کنی یا این پدرتو در میاره. چرا؟ چون سوربی حقیقت میگه، چون سوربی بیپروا سوال میکنه. دیدار روز جمعه، این آقای علی اکبر امید مهر نوشته، دیپلمات پناهنده جمهوری اسلامی، بنویس دیپلمات سابق. دیدار روز جمعه 9 شهریور، آلیستر برد با مقامات رژیم در تهران، برخلاف آنچه که رسانه‌ها اعلام نشده نوشتن، با توجه به صورت مذاکرات تهیه شده از سوی کارکنان وزارت خارجه، بسیار هم اعلام شده و روی محور مسائل زیر بود: توصیه انگلستان به مقامات رژیم در آستانه سفر نماینده ویژه آمریکا به خاورمیانه و رایزنی درباره مسائل سوریه با مقامات اسرائیل، اردن و ترکیه. رژیم چه کار باید بکند که در اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد آتو دست آمریکا و دیگران نداده و محکوم نشود؟ رژیم نباید در حمله رژیم سوریه و روسیه به ادلب شرکت کنه. این همون ادلب، همونی که ما میگیم حلب، که اگر شرکت کند و باز از سلاح شیمیایی استفاده شود، این کار زمینه را برای صدور قطعنامه هم در شورای امنیت و هم اجلاس سالیانه مجمع عمومی 73 در 27 شهریور. این همون موقعی که سازمان مجاهدین میاد اینجا در جلوی دفتر سازمان ملل، ساختمان بلند اونجا نیویورک، و آدمای اجاره‌ای رو میاره. امسال دیدم که آقای شهرام همایون با زیرکی خاصی میخواست به اصطلاح سلطنت طلبا رو هم بکشه اونجا. یه مشتی بنده خدا پیروپاتال با عصا و با راکر و اینا، واکر و اینها. و مواظب باشید دوستان، مخصوصا سازمان مجاهدین، اگر عکستون رو گرفتن بعدن این سازمان رفت جزو لیست تروریستی، شما هم اونجا حالا خر بیار و نخاله بار کن. نخاله زیاد داریم. برگردیم بریم اینجا. من در صورت اینم ماجرای دیدار وزیر امور خارجه انگلستان از ایران، که از اون ورم ماجرای شکایت ایران به لایحه برای چیز بوده، اون ماجرایی که آمریکا به اصطلاح این قرار چیز رو به هم ریخت، برجام رو قبول نکرد و اینها. و اما ما هی میگیم ما لیدر میخوایم، الحمدلله لیدر کم نداریم. این هم یه لیدر دیگه. این آقا هم برای من نوشت یه روزی که بیاد مصاحبه کنه. گفتم قربان، اینجا باید اگه میخواید بیای، درسته اینجا مثل پارکه، میتونی بیای صحبت کنی، ما هم یه کرسی میذاریم زیر پات که حرف بزنی، ولی بلنگوت رو باید خودت بیاری یا باتری بلنگو رو بیار تو ما بلنگو دستت بدیم. این آقا اسمش هم یادم رفته بنویسم. آها، نوشته این بالا اردلان دانش، فرمانده براندازان اسلام و رهبره ایران، اردلان دانش از انگشتر. ایشون میتونه بعدن انگشتر فروشی باز کنه. فروهر، من میگم این فروهر درست آمد جای الله زنجیر زمان شاه رو گرفت. شاه با نادانیش مردم رو سوق داد به مشهد و شاه چراغ و قم و الله زنجیر و فاطمه و زهرا و فلان. آخوندا مردم رو فرستادن به طرف فروهر و پاسارگاد و میبینید دیگه. بله، UND یعنی و چنین ادامه دارد، USW سویت. بله خب دیگه اسمای دانشگاه وقتی مخصوصا مال آلمان هست و اینها، اگه بخوای با فارسی بنویسیش که خیلی پاتی پاتی میشه، اگرم بخوای به انگلیسی بنویسیش، وقت تلفظی که ما اینجا میکنیم با تلفظی که شما توی آلمان دارید به اصطلاح فرق میکنه. ناگفته نماند، زبان آلمانی حسنش اینه که هرچی میگی مینویسی، هرچی مینویسی میخونی و خیلی ساده تر از انگلیسیه. انگلیسی باید یکی یکی کلمه ها رو یاد بگیری، با مردم خیابون، با کتاب نمیشه یاد بگیری. اینم از این ماجرا. تشکر میکنم از احمد عزیز از فلوریدا، ایشون اولای ما $30 میفرسته. تشکر میکنم از فرزاد $50 فرستاده. تشکر میکنم از پتیک، مثل همیشه برای هر برنامه گفتیم کمک کرده. تشکر میکنم از سعید،
این سعید یه روزی گفت که آقا من حالا دیگه مجبورم برنامه تو رو تلفن گوش ندم. گفتم والا دروغ چرا؟ از موقع که این سیستم عوض شده دیگه ویندوز کار نمیکنه، باید با سیستمای اپل و نمیدونم مک و اینا کار کنیم. ما اون کمپانی آدیو ناو اینا میدونیم میان را میندازن بعد میفروشن به یکی دیگه میرن. این فکر کنم فروخته واگذار کرده به یه شرکتی به نام زینو. تماس گرفتیم گفتیم خب این لینک یوتیوب ما رو که لایو بذارین. اون خانم مری خیلی هم خانم نایسی بود، جواب داد و اینها، گفت ما با این سیستم کار نمی‌کنیم، شما این پروگرام رو بذارید. پروگرامی که گذاشتیم گفتیم ای داد بیداد، حالا دیگه اینجا ما وقتی اون رو روشن میکنیم دیگه نمیتونیم تلفن جواب بدیم، حرف بزنیم با همسرمون، با بچه‌مون، با دوستمون اینها. و گفتیم که یه کامپیوتر دیگه احتیاج داریم بذاریم اینجا که اون برای اون برنامه تلفن باشه. سعید برای ما فرستاد که آها، سعید چون قبلا به تلویزیون مردم کمک کرده بود، کامپیوتر فرستاده بود، وسایل دیگه فرستاده بود، گفتم که نداری یه کامپیوتر کهنه ای بدی به ما درست کنیم اینها؟ گفت بذار نگاه کنم. بعد مثل که حالا نداره اومده بود برای من نشدود، یه کامپیوتری هست $400. گفتم ای خدا عمرت بده، من با $200 اینجا میرم یه لپتاپ میخرم. تا گفتیم با $200 هنوز حرف از دوان ما تموم نشده بود، $105 فرستاد. و خیلی جالبه، گفتم لابد دیده اینجا تکس میگیرن از اون، مالیات میگیرن، مالیاتش هم همراهش فرستاده، یا اینکه فی هزینه میگیرن پیپال خودش $5 فرستاده. که البته براش نوشتم دوستان اگر به وسیله پیپال برای دوست یا فامیلتون میفرستین یه آپشنی داره که برای دوست و فامیل از شما هزینه نمیگیره به شرطی که از کریدیت کارت استفاده نکنید، چون نمیاد عاشق چشم رو شما نیست، من برای پسرم پول بفرستم با کریدیت کارت، اون پیپال $2 $3 هم بدهکار بشه به کریدیت کارت ما، چون اینا پول میدن بابت اون پروسسینگ فی. خلاصه گفت که هیچ عیبی نداره و من نصف این کامپیوتر میدم، شما اینو داشته باشید. ما تا زدیم به این پول رو بریزیم به حساب خودمون، رفتیم اونجایی که دیده بودیم $199، برگشتیم دیدیم شده $139. گفتیم خب این $60 هم $105 اون داده، $100 شما میده، $100 هم من قرار بود بذارم، $105 من برای تکسش، $60 کم کردن. ما گفتیم این $60 رو میرسونیم به دست این صبح رویش برای این بچه ها که گفت ما یادشون میدیم مواد مخدر چیز نکنن. دوستان بچه ها هستن که سرمایه های فردا هستن، شما هر چی میخوای پول جمع کن بذار برات، اگه بچت خوب نباشه تو یه ما گندش میزنه، و اگر خوب باشه بچه شما احتیاج به پول شما نداره. این پولو بدید به کسایی که یه بابای خوب نداشته مثل شما، یا اگه داشته بابای خوب بوده بدبخت امکان نداشته، این پولو شما بدید به اون. این بچه شما موفقه، شما کمکش کردی، اون پولا رو بدید به اونا. و ممنون و متشکر باز از این دوستان که کمک میکنن. دیروز تالا میگم یه $200-$300 فرستادید، من ممنونم. همین الان احمد آقا از طریق بانک آف امریکا لطف کرده فرستاده، از ایشون ممنونم. اتفاقا منتظرم، ایشون یک کیسی داشت در رابطه با دادگاه های آمریکا که بعضی وقتا از بیدادگاه های کشورهای جهان سوم هم بدتر هستن صحبتی داشته باشیم، ولی چون کیس در دست به اصطلاح در جریان بود گفتیم فعلا چیزی نگو، هر وقت خودش خواست بیاد صحبت کنه. و اما کیس دادگاه رو بذاریم کنار، ما کیس بیمارستان رو بگیم که خیلی از شماها لطف کردید برای من، گفتید مواظب فشار خون باش، مواظب کلسترول باش، مواظب چربی باش، مواظب شکر باش، مواظب نمک باش. آقای لادن خیلی تنازه، تنزگو هست، هر چیزی من میگم یه داستانی در اون رابطه مینویسه. دیروز نقل دکتر شد و نقل صحبت آمریکا که دکترای آمریکا مجبورن مثل کاسبها عمل کنن، شما دیگه انتظار نداشته باشید اینا برای شما ابو علی سینا باشن. اینا مثل مکانیکی که ماشینتو میبری موتورش خراب باشه خب برات درست میکنه، اینا اینجوریه. حالا بعضی هاشون هم خداییش، نمیخوام بگیم همه دکترها، بعضی هاشون هم مثل یه مکانیک بی وجدانیه که اگه دید روغن کم داری بهت نمیگه، چون میگه این بره بسوزه میاره همینجا موتور عوض میکنه.
این ماجرا رو من براتون بگم. داشتم برای ایشون میگفتم که ما سه شنبه وقتی رفتیم اون آزمایش رو انجام دادیم و 2300 دلار به اصطلاح از بیمه و از ما گرفتن، خانمه وقتی تموم شد آزمایش گفت که ما فردا به دکتر شما این الان میفرستیم برای دکترتون، دکترتون فردا به شما زنگ میزنه. فردا شد چهارشنبه، دکتر زنگ نزد. پنجشنبه زنگ زدیم گفتن آقا دکتر که نیست، رفته صبح جراحی، عصرم رفته بیرون. گفتیم خب نرسی، پرستاری، کسی نیست به ما بگه؟ گفت چرا، شماره تو بده نرس بهت زنگ میزنه. پنجشنبه هم وایسادی منتظر نرس، کسی زنگ نزد. جمعه شد زنگ زدیم، خانمه که نشسته بود گفت من اینجا فقط نشستم نوبت میدم و اصلا هیچ کسی نیست، اینجا تعطیله. تو آمریکا، حالا آقای مرتضوی اصل ماجرا رو گفت که اینا از ترس کمونیست شدن و همه جهانی شدن اینو انداختن، ولی آمریکا روزهای تعطیل رو میندازه دوشنبه و هر یه روز تعطیلی رو تبدیلش میکنن به یه هفته، دو سه روز قبلش، دو سه روز بعدش تق و لقه و بمانه. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفت سه شنبه آقای دکتر که میاد، دکترم آوت آف تاونه، بیرون از شهر، سه شنبه که اومد بهت خبر میده. گفتم خانم شما ما رو ضرب العجل فرستادی که بدو برو ببینیم قلبت داره کار میکنه یا نه، حالا به ما میگی هفته آینده سه شنبه تا سه شنبه میشه 8 روز، سه شنبه تا دوشنبه میشه 7 روز، 8 روز من تو آمریکا وایسم برای نتیجه آزمایش. گفت که ببین شما نگران نباش، اگر اضطراری بود همون روز زنگ میزدن. متوجه شدین؟ یعنی شما که نگران هستی، خانوادت نگرانه، پول خرج کردی رفتی، حالا چون اضطراری نیست بهت زنگ نمیزنن، میذارن شما تو همون نگرانی و نگرانی مضاعف بمونی که هیچ چیزی بدتر از این استرس و این نگرانی نیست. اینو برای آقای لادن گفتم، گفتم اینه که من سالها پیش به دکترمون که ایرانی هست یه چیزی رو گفته بود، گفتم که فلان دکتر به من اینو گفته ولی این روزا شما نمیدونی، اگه دکتر بهت گفت جراحی لازم داری، واقعا مرگش خونشه، ماشین بهتر میخواد بخره، دخترش میخواد عروسی کنه، پسرش میخواد بره دانشگاه، یا واقعا شما جراحی احتیاج داری. این دکتر ما اتفاق فکر کنم عکس دکتر فارغ التحصیل هم من گرفتم، یعنی با آقای عباس شیرمحمد، یکم ناراحت شد گفت نه آقای سوربی اینجوری نیست، باور کنید همون شب تلویزیون برنامه گذاشت که این دکترها، شما نشستید تو مطب یه خانم خوشگلی میاد دامنش هم تنگ، از این قلابی هم که پوشیده و قنبل و اینها، داره نهار شام میبره برای دکترها، اینا هم ویزیتورای ایران یادتونه میگفتن، اینا میان به اینا نسخه ها رو شما نگاه کنید، هر دکتری نسخه بهتون داد، دیدید اسم و فامیل و شماره تلفنشو رو نسخه ای که نوشته، نوشته لیپیتور یا نوشته فلان، اینها اون کارخونه برای اینا این نسخه ها رو چاپ میکنه و هر لیپیتوری که به شما میفروشن بهشون جایزه میدن که برن کنکون، برن باهاماس، دنبال ابو علی سینا دیگه نگردید، مواظب سلامتیتون باشید که سر و کارتون به دکتر نیفته. دکترها خوبن، با وجدانن، پشت سر کسی ما بد نمیگیم، ولی دکترهای بد و بی وجدانم داریم. دکتر برید بزنید، سعید بفرست برای من لینکشو، دکتری که مردم معمولی رو بهشون میگفته سرطان دارید میفرستاده برای شیمی درمان و اینها، و الانم آقا در زندانه، همین که آقای مرتضی میگه، میگه حسن آمریکا اینی که میگیرن زندانشون میکنن، پدر صاحبشون رو در میارن و باعث میشه که دیگران بترسن این کارا رو انجام ندن. ساعت 3:30 بذارید بریم سراغ آقای دکتر شهرام ایرانبومی از آلمان و ببینیم که این برنامه سپتامبر 10 روز جلوگیری از خودکشی چی هست، و اگر من و شما تو فکر خودکشی هستیم یک کمی دوباره فکر کنیم، زندگی انقدرم بد نیست، و ببینیم چه باید کرد. اگر کسی رو میشناسیم افسرده است، دیپرس هست، ناامید هست، یه وقت احیانا با شما حرف از اینکه دیگه امیدی نداره و میخواد خودشو بکشه صحبت کرده، بعضی وقتا شما وظیفه حتی قانونی دارید که ریپورت کنید، گزارش بدید، اونایی که بلدن باهاش صحبت کنن.
هستید شما اینجا آقای ایران بومی؟ بله بله من پایخت هستم. ماشاءالله شما انقدر قشنگ رعایت میکنید و انقدر این برنامه های گفتگو و اینها رو خوب رعایت میکنید که من فکر کردم اصلا ارتباط برقرار نشده. داشتم شما این نظم آلمانی که در ما هم تأثیر گذاشت. خیلی ممنون دوستان عزیز، با دکتر شهرام ایران بومی هستیم. یک پوستری رو ایشون گذاشتن روی فیسبوکشون به این عنوان: 10 سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی. خودکشی قابل پیشگیری است. فردی را که مستعد خودکشی است جدی بگیرید و پیش از آن که دیر شود با راهنمایی افراد متخصص، دوباره میگم متخصص، به او کمک کنید. آقای دکتر ایران بومی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید که چگونه ما میتونیم افراد متخصص رو برای همچین دوستی پیدا کنیم و اون رو از خطر خودکشی نجات بدیم. بفرمایید. با عرض درود به شما و شنوندگان و بینندگان گرامی، این روز 10 سپتامبر که برای روز جلوگیری از خودکشی انتخاب شده از طرف سازمان ملل، یکی از علتاش این بوده که در هر 40 ثانیه یک نفر در دنیا به وسیله خودکشی زندگی خودش رو تمام میکنه. این آمار آماریه که ثبت شده است و میگن خارج این آمار ثبت شده حداقل 8 تا 10 برابر عددش هستش که افرادی سعی میکنن خودکشی کنن ولی به نتیجه نمیرسن و یا ثبت نمیشه. هر 40 ثانیه یک نفر در دنیا به علت خودکشی فوت میکنه. خودکشی در بین جوانان خیلی شدیده و در بین سنهای بالا خیلی شدیدتره. خودکشی الان رنگش عوض شده، قبلا به عنوان یک نوع رهایی از مشکلات بودش و الان در بعضی کشورها حتی این یک نوع جهاده و جهاد اکبره، یعنی که اگه من به خودم بم بزنم و برم در جایی که افراد دیگه هستن خودم رو بکشم، این الان حتی از دید بعضی از افراد به عنوان یک کلید به بهشت دیده میشه. خودکشی میتونه علتی هم داشته باشه که علت روحی روانی هستش که بیشتر در رابطه با زنان بحث میشه که زنان بیشتر به علت دپرسیونی که دارن مجبور میشن، از لحاظ درونی راهی برای خودشون نمیبینن، شوهراشون، پدراشون، خواهراشون، برادراشون، مادرشون جوری باشون رفتار میکنه که اینا نمیتونن در جایی که هستن نبگن، نمیتونن اون استبدادی که دورشون هست بتونن جلوگیری بکنن و چون نمیتونن دندونشون رو به هم میچسبونن. شما ما چند مدت پیش من یک جنازه داشتم که این شخص که خودکشی کرده بودش اینقدر لبشو گاز گرفته بود که پر خون بود قبل از اینکه فوت بکنه و اینم یه علت خیلی مهمی هستش که اگه کسی میخواد خودکشی بکنه، کسانی که ممکنه در کنار او باشن و توجه شاید نکنن و یا جلوگیری نکنن، علاوه قانونی اونا هم باید این حسابو بکنن که چندین سال براشون زندان آماده شده. خودکشی هیچ وقت به تنهایی به وجود نمیاد، علائمی داره. این علائم، حالا من چون روانشناس نیستم نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی کلا من 3 تا از علائمشو میگم که اغلب با این شروع میشه که نشون میده شخص که خسته شده، سنگین شده زندگی براش، علاقه به زمان نداره، بدون نظم در اتاقش هستش و پریشانی گفتار هستش. این علامت هایی هستش که اولین سری دوربر میتونن ببینن. علامت دومش معمولا شخص میاد حرف میزنه. ما در یه پرونده همین جدیدن داریم که یه خانومی صبح اومده بود برای همکلاسیاش تعریف کرده بودش که چه قشنگ مردن، چه قشنگ خاک شدن، چه قشنگی که من بعداً به عنوان یک درختی باشم، به عنوان یک چلچلهی باشم. و همون فردا شبی ساعت 5:26 صبح ایشون هم با زندگی ودا کرده بود. و کیس‌های دیگه داریم، یه خانم دیگه داشتیم که در بستنی میخورد با دوستش تعریف میکردش که چقدر این بستنی خوشمزه است، ولی از این خوشمزه تر اینه که من آزاد باشم. و این خانم از روی پل رودخونه همون شب پرید پایین. و علائمشو میشه افرادی که در کنارشون هستن ببینن، بشنون. فقط مسئله که هستش، ما اغلب اینو جدی نمیگیریم، اغلب جدی نمیگیریم چون فکر میکنیم که این یه شوخی بودش یا خودمونو نمیخوایم درگیر مسائل طرف مقابل کنیم. من سکوت میکنم، سوالی داریم بفرمایید.
خیلی ممنونم. این چیزی که شما گفتید، بعضی وقتا مواد مخدر و اینها هم دخالت داره نه؟ مواد مخدر، مشروب، اینا علت نیستش، اینا وسیله هستش. در همون شهر شما اگه یادتون باشه سال گذشته دو تا برادر فوت کردن، یکیشون توی استودیو ورزشی فوت کرد، یکیشون هم بغل کامپیوترشون، دو تا برادر رو در عرض کمتر از چند ساعت فوت کردن. این کیس FBI اومد دنبالش و اول حد زدن که خودکشی بوده، بعدن معلوم شدش که بهشون مواد داده بودن، یعنی خودشون حتی مواد استفاده نکردن، ولی به این دو تا برادر که خیلی نابغه ایرانی هم بودن و خیلی خیلی فعال بودن، به چه طریق مواد داده شده. یکی از مسائلی که هستش، ما نمیایم بگیم که مواد یا الکل این علت خودکشیه، بیشتر وسیله هستش که به راحتی خودشونو بکشن. خیلی ممنون. شما راجع به کیس و FBI صحبت کردید، یه چیزی رو برای من فرستاده بودید هفته قبل راجع به یه کیسی بوده که از شما کمک خواسته بودن، نه؟ من قرار بود با شما صحبت کنم که به جای شما سرکارم به مطب دکتر کشید. من این موضوع برای شما من پرایویت فرستاده بودم، ولی خب من که توی خط بایم که من اینجوری که چندی پیش، هفته پیش بودش که یک شهروند آمریکایی و توی فرودگاه فرانکفورت پلیس فرانکفورت گرفته بودش و ایشون رو برده بود بازداشتگاه و دو روز تموم ایشون با وجود اینکه آمریکایی بود بهش شانس نفس کشیدن هم نداده بودن پلیس آلمان و بعد از دو روز ایشون با سفارت آمریکا تماس میگیره و کمک میخوادش. سفارت آمریکا هم بالا روچه حسابی بین این همه وکیل توی آلمان با بنده بهشون پیشنهاد کردن و بنده شدم در واقع به عنوان یک ایرانی برای آمریکا مدافع حق یه شهروند بر علیه دولت و پلیس آلمان، که در عرض 14 ساعت بعد از اینکه من کیس رو گرفتم شبانه ما تونستیم با کمک خیلی 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 تیممون با دادگاه و با علتهایی که تونستیم بیاریم این شهروند آمریکایی رو آزادش کنیم و اینشون چون که جز افراد دیپلمات هم بود و باید میرفت به ژنو، این خیلی مسئله بودش، باید میرفت به ژنو و تا لحظه آخر تیم ما در ژنو هم همراهیشون کردن که به دست آمریکایی‌ها داده بشه. و جالبی کار اینه که میگم چرا ما روابطمون مردم نه ایران نه آمریکا نه این و نه اون دنیا، وقتی کار شما خوب باشه فکر کنم که خودش یک علامتی هستش که یک ایرانی هم میتونه وکیل باشه برای دفاع از شهروند آمریکایی وقتی مورد ظلم پلیس کشور دیگه قرار میگیره. بفهمید. بسیار ممنونم از شما. باید این کیس رو بفرستید ما به آقای ترامپ نشون بدیم، بگیم که نه فقط ایرانیایی که اینجا هستن موفق هستن و کمک کردن با آمریکا در اینکه بهترین کشور باشه، ایرانیایی هم که اینجا نیستن باز به شما کمک میکنن و شما مثل همیشه برمیگردین و اون دستی رو که به شما محبت کرده نیش میزنید. من ممنونم از شما. اگر صحبتی هست بفرمایید و اگر بشه ما این برنامه‌های شما رو واقعا هفتگی به صورت، قبلا هم چند بار به شما گفتم، به صورت کیس‌های نمونه‌ای که کمک می‌کنه به افراد دیگه که اگر همچین برنامه و همچین جریانی براشون پیش اومد، مخصوصا تأکید باشه رو اون قسمت کمک از متخصص یا مشاوره با متخصص. همینجا شما الان یه چیزی نوشتید درباره عذرخواهی کردن و خیلی قشنگ توضیح دادید که عذرخواهی معنیش این نیست که شما اشتباه کردید، گاهی تنها به این مفهوم است که روابطتان بیشتر از غرورتان ارزش دارد. میخوایی یه مقداری در این مورد صحبت کنید و چرا این به فارسی نوشتید؟ این مسئله خیلی مهمه که در دادگاه اگه شخص متهم باشه دادگاه نگاه میکنه در انتها آیا این شخص معذرت خواهی از خانواده قربانی میکنه یا نمیکنه. چون فهمیدید، ما مثال، ما دو هفته پیش پرونده دیگه داشتیم که یک آقای داشت رانندگی میکرد، ساعت 5:45 شب بارونی بود و یه آقا پسر تقریبا 19 ساله 19 و نیم ساله که مست بود بدون اینکه اصلا هدفی باشه در عرض کمتر از یک ثانیه میپره وسط خیابون و این تفکری راننده بدون اینکه
کاری بتونه کنه میخوره بهش، این پسر برای 2 متر پرت میشه و اون ور میفته، این ور میفته، تیگه تیگه میشه. و این سوال این بودش در دادگاه که این رفتار این آقا بعد از اتفاق تا چه حد در جرمش و در حساب کردن اینکه قاضی چند مدت بهشون بخواد بگه که مثلا 6 سال بده یا 3 سال بده چقدر تاثیرگذار بوده. و اینجا تئوری معذرت‌خواهی نقش مهمی داشت، چون که قاضی از مادر این پسر 19 سال و نیمه پرسیدش که رفتار این آقا چی بود، و مادر این پسر که فوت که نکرد و در کما هستش هنوز گفتش که اولین کاری که کرد این پسر اومد و معذرت خواهی کرد، و چون این معذرت خواهی اون در اون لحظه توی قلبم نشست، من مادر این شخص رو، من از قاضی میخوام، از هیئت جوری میخوام که کمترین جرم رو برای این شخص صادر بکنن. و این فقط در این رابطه نیستش، معذرت خواهی میتونه حتی به زبون خانم آلبرایت هم در رابطه با مصدق گفته بشه. اصلا ما یک دیپلماسی معذرت خواهی داریم در دنیا که بعضی وقتا راه میافتن، مثلا آقای اوباما راه میافتاد میرفت از کوبا معذرت خواهی میکرد، از ایران معذرت خواهی میکرد، از تقی و نقی معذرت خواهی میکرد، و به این وسیله میخواست خودشو بزرگ نشون بده. یعنی شما با معذرت خواهی فقط این نیستش که بخواید نشون بدین که کوچیک شدین، بلکه بزرگ شدن خودتون هم میتونین نشون بدین و حتی میتونین دیگران رو در این اشتباه بندازین که ببین من معذرت خواهی کردم، پس حتما یه کاری بدی کرده بودم و من ببین قدرتم اینقدر زیاده که دوباره معذرت خواهی میکنم، ولی تو نمیتونی به من هیچی بگی چون خود من قدرت هستم. که این در دیپلماسی خیلی به کار برده میشه و در رابطه با مسائل دادگاهی، ولی خیلی کمک هم میشه که بتونه انسان رابطه بین اون افراد خانواده‌ای که براش اتفاق افتاده و متهمو بتونه یه مداری بهتر کنه. بفهم. بسیار ممنونم از شما. اتفاقا در برنامه قبلی ما دوستانی که از مجاهدین، سازمان مجاهدین جدا شدن، یکی از بیننده ها سوال کرد که آیا شما احساس ابراز پشیمانی میکنید و فکر میکنید که معذرت خواهی کنید؟ هر دوی این دوستان گفتن بله، و من همین چیزی که شما گفتید توضیح دادم که عذر خواستن به اصطلاح دلیل کوچک بودن شما یا ضعیف بودن شما نیست، برعکس دلیل اینه که شما انسان بزرگی هستید. امیدوارم این بیشتر رسم بشه و ما فکر نکنیم که اشتباهی انجام شده یا کوچک میشیم اگر عذر خواهی کنیم. از شما بسیار ممنونم. اگر باز صحبتی هست بفرمایید، اگه نه امیدوار باشیم هفته آینده با ما باشید. من فقط در انتها اینو تکرار میکنم، در مهاجرت خیلی نشانهای افسردگی در بین ایرانیان زیاد شده، بیماری روانی زیاد شده. ما در تحقیقاتمون در ژنو در دانشگاه ژنو به نتیجه رسیدن که از پسرانی که در زندان هستن بالای 80% مادرهایی داشتن که نشانهای افسردگی شدیدی داشتن. خودسوزی در داخل باعث میشه که این جوانان دست به کارهای اشتباه بزنن و بعدن حتی به خودکشی برسه. اگه ما میخواییم ثروت کشورمونو، ثروت خانوادگیمونو، ثروتمونو بیشتر بکنیم، بهتر استش که اول جوانان رو درک بکنیم، اول تعریفی از زندگی داشته باشیم و باهاشون حرف بزنیم. ما در دورایی زندگی میکنیم که به جای اینکه رابطه باشه، رابطه قطع شده با این فیسبوک و دستگاهی که هستش، و سعی کنیم که بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم و این افرادی که احتیاج دارن تو اتاقاشون و با دستگاهشون بازی میکنن رو جدی بگیریم. اینا میتونن با این بازی ها، با این فیلم ها، آمار هست 19% فیلم های خطرناک نشون داده میشه، روز بعد کارهای جنایی در مدارس بیشتر میشه و ما به عنوان مادر، پدر، همسایه، دوست وظیفه داریم که این روزها رو، مخصوصا روز 10 سپتامبر که روز جهانی هم هستش، یه ذره با بچه ها، یه ذره با همسایه بیشتر حرف بزنیم تا این موضوع روی افکار بقیه هم تأثیر بذاره. با حرف زدن خیلی وقتا میشه جلوگیری کرد که انسان ها دست به خودکشی نزنن. روز و شب خوبی برای شما و بقیه هموطنان آرزو دارم. ممنونم از شما، با امید دیدارتون. خب دوستان عزیز، با دکتر شهرام ایران بومی بودیم از آلمان. فیسبوک ایشون رو نشون دادم و خیلی جالبه، هر 40 ثانیه یه نفر خودکشی میکنه. بعد ایشون گفت تازه این 1/8 گزارش های واقعیه، چون خیلی هاشون خودکشی میکنن ولی از دنیا نمیرن، یا گزارش
نمیشه و اینها، مواظب باشین. آقای اکبری نوشته با وجدان ترین پزشکان در آلمان هستند، واقعا به مریض میرسن، برای که اونجا لابد پزشکی رو هنوز مثل یک شغل و مثل یک بیزینس به اصطلاح عمل نمیکنن. و نمیدونم، در اصل یکی از دوستان من گفت که آقا تو که آلمان بودی دیوونه هستی، خب بلند شو بیا آلمان که تا برگردی اینجا بیمه داری و این نگرانی چیزها نیست به اصطلاح چقدر پول بیمه میشه و این ماجراها. بذارید من یه عکسی رو به شما نشون بدم. دیدید که وقتی مثلا یه جا میگن دکتر روحانی، طرف میگه آقا این دکتر نیست، این پدر سوخته دروغ میگه، نمیدونم سوادم نداره فلان و اینها. یا بعد ببینید خود همین دوستان میان یه چیزایی می‌نویسن که آدم نمیدونه. دم خروس رو به اصطلاح اجازه بدید روحانی، دم خروس رو ببینه یا قسم حضرت عباس رو باور کنه. این ضرب المثل تو ما ایرانی ها هست. ببینید من امروز این رو یکی از دوستان فرستاده بود، گفت درباره این صحبت کن. ما هرچی میگیم آقا ما قرار نیست درباره همه چیز صحبت کنیم، باز این دوستان ولکن نیستن. آقای به نام سیروس مشکی نوشته نامه سرگشاده دکتر سیروس مشکی به حسن روحانی. سلام آقای رئیس جمهور. اشاره: روزگار بازی‌های غریبی دارد. در سالیان دیر و دور حسن فریدون تو پرانتز روحانی که امروز بر مسند ریاست جمهوری اسلامی ایران تکیه زده است، در پشت نیمکت کلاس‌های دانشگاه حقوق دانشگاه تهران همدرس و همکلاس دکتر سیروس مشکی، وکیل شناخته شده جامعه ایرانی بود. چرخ روزگار اما بران بود که دکتر مشکی به آمریکا و ایالت این مشکی یا مشکی مشک اون مشک انبره، مشکی رنگه، چون اینجا داریم فامیلی وایت بلک، من نمیدونم این دکتر مشکی که نمیشه باشه، احتمالا یا مشکیه یعنی همون مشک و انبر یا مشکی نمیدونم، به آمریکا و ایالت کالیفرنیا مهاجرت هجرت کند و کسوت وکالت آمریکا را بر تن نماید. این غلطه. کسوت، من فکر نمیکنم کسی کسوت رو بر تن میکنه، کسوت رو پیشه میگیرن یا کسوت رو انتخاب میکنه. لا جامعه مثلا لباس وکالت آمریکا را بر تن نماید. از آن سوی حسن روحانی نیز مدارج ترقی را، پس اولا تا اینجای آقای مشکی یا مشکی داره شهادت میده که این آقای روحانی هم کلاسیش بوده تو کجا؟ دانشگاه تهران. و دانشکده حقوق دانشگاه تهران فکر نمی کنم با اون اوضاع کنکور و تعداد دانشجویان، اینجا اون روز میگم که 40,000 نفر میان امتحان نه نمراتشون و نامه می نویسن، اینها 2,000 نفر انتخاب میشن برای دانشگاه هاروارد و آی تی ام و اینها. و تو ایران هم همین مکافات بود، 100,000 نفر میمدن، نمیدونم چند هزار نفر میخواست. ایشون دانشجوی بوده که دانشگاه تهران رفته، در اینجا رو داشته باشین. خلاصه از آن سو حسن روحانی نیز مدارج ترقی را در جامعه انقلاب زده ایران پیموده، اینک در مقام ریاست جمهوری شخص دوم این دیار باستانی است. در دوران پس از انقلاب کشمکش ها و تنش های بسیاری را در میهن خود شاهد بوده این، سرها به پای دار رفته است، خونها بر زمین ریخته است، چه بسیار که از شهر و دیار آواره گشتند و چه دلها که خون و چه سرها که صحرای جنون شده است. اندیشه تفرقه بینداز و حکومت کن در جامعه کنونی ایران به نحو فزاینده. خلاصه همین، من فقط اون قسمت اولش برای من مهم بود که میخواستم بهتون بگم بابا جون این دکتره، این درس خونده، اونای دیگه هم همینن. اصلا یه دلیلی که این جمهوری اسلامی 40 سال نگه داشته شده همین درس خونده های هستن که اون پشت بودن و شما هر روز اسمشون رو نمیدیدی تو روزنامه و فکر میکردید که یه مش آخون دارن اینا رو میچرخونن. اینو من فقط میخواستم بگم. من امروز باید، چون چهارشنبه معمولا این نوار دوستمون رو پخش میکنیم، به کلی فراموش کردم ساعت 3 بعد از ظهر باید این نوار 66مین عقل بشر رو پخش میکردم. حالا با هم گوش بدیم و یا اینکه بذارم چهارشنبه، ما مهم نیست دیگه، چون اینا ردیف کردم و نوشتم، تازه نوشتم و باز یادم میره.
اینو براتون پخش میکنم. ایشون چند تام عکس لطف کرده که من باید اونها رو هم بهتون نشون بدم. اول بذارید که اینو روشن کنین که پیام شما در تلویزیون مردم لوپ دیده میشه. پلیر 3 براتون این پیام رو پخش میکنم. یه چند تام عکس فرستادن، عکس‌ها رو من بهتون نشون میدم. ببخشید صدای این بسته بودم اینجا، چون ما 100 تا اسپیکر و میکروفون این ور و بر داریم. یک لحظه اجازه اینو برگردونم از اول. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. صدا از خلیج فارس، از آلمان، از بوستون میبرمتون آلمان، از آلمان میبرمتون خلیج فارس، میارمتون اینجا و شما هم نشستید و حمایت نمیکنید، مخصوصا دوستان، مخصوصا همشهری ها، شیراز تیوی، اینا باید بیشتر حمایت کنن. من نمیدونم منتظر چی هستن. دستور خدا این گفت آقای مرتضوی که معاون رئیس جمهور آمریکا از جوانی گفته بهش خدا گفته. گفتم این کتاب مأموریت برای وطنم رو یه جلد براش بفرستم که ببینه ما هم یه دیوانه‌ای داشتیم که فکر میکرد خدا بهش گفته برو وطن رو نجات بده و چه نجاتی هم داده. مملکت 2500 ساله گل بلبل رو دو دستی داد دست آخوندا. بفرم. با سلام و درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند، گفتار دیگر از عقل بشر تقدیمتان می کنم. در گفتار قبلی موضوع حج رفتن را که همین روزها اتفاق افتاد مورد بحث قرار دادم. از رسیدن به شهر مدینه و طرز عبادت و زیارتگاه هایش سخن گفتم. آقای سربی درباره قبر پیامبر سوال کردند. چون این موضوع به شهر مدینه مربوط می باشد، در این گفتار سوال ایشان را می پاسخم. در آغاز اصل و واقعیتی را می تکرارم، هیچ موضوعی که در تاریخ آمده کامل درست و صحیح نیست. وقتی یک مسئله تاریخی را از همه جهات و منابع گوناگون خوانده و مطالعه می کنیم، حد اکثر به 60-65% موضوع و حقیقتش پی میبریم. این واقعیت یک درس و عبرتی باید باشد برای کسانی که نسبت به مسائل تاریخی تعصب نشان داده و آن را حقیقتی و حقیقی و سند غیر قابل انکار میدانند. همانطور که در گفتار پیش با عکس نشان داده شد، وصف خانه و مسجد پیامبر که یک موضوع هندسی و واقعی و به یک شکل بوده، به چندین شکل وصف، نقاشی و نقش شده و به ما رسیده. این یک نمونه کوچک از خرفار مطالب تاریخ است. علت اصلی تفاوت در نقل خبر و یا یک موضوع خود انسان است. هر کدام از ما هنگام شنیدن و یا دیدن و یا گذر از تجربه‌ای به آن موضوع و یا مسئله، از یک نقطه نظر مؤثر در بیشعوری خیش شنیده، دیده و عبرت می‌گیریم. این تفاوت در انسان‌ها یک صفت بد نیست. بدی اصرار در عدم اعتراف به این تفاوت است. بدی در یک دنده بودن و عدم تحمل نظرات دیگران است. مثلا وقتی میخواهیم یک ماشین بخریم، اگر همسر و فرزندان با ما بودند یا دوستان همراهی میکردند، هر کدام بخشی از ماشین را ستایش و یا نکوهش میکردند. جمع همه این رأی های موافق و مخالف شکل کامل تری از حقیقت ماشین، خوبی ها و بدی هایش به ما میرساند. به علت معیارهای اجتماعی ما خواهان شنیدن رأی دیگران نیستیم، زیرا آن را کمبود و نقص خیش میپنداریم. وقتی کسی صاحب مقام و پول شد، این عکس العمل یعنی عدم قبول رأی و نظر دیگران بخشی از رفتار و کردار و پندارش میشود و فقط هنگام خوردن سرش بر سنگ اشتباه خود را ممکن است درک کند. با این حال باز به علت معیارهای انباشت شده در مغز، هرگز توان درک علل سستی خود را نیافته و با عدم اعتراف به حقیقت و اشتباه، مغز خارج از اراده را به زیر خاک می‌برد.
مرحوم محمد رضا شاه و بعد از ایشان همه رهبران سرنگون شده مانند صدام و حسین مبارک و قذافی نمونه هایی هستند که همه ما معاصر سرنوشتشان هستیم. خانم فرح دیبا و عدم توانشان در پیش قدمی و اعتراف به اشتباهات گذشته که درسی برای پسر سلطنت طلبشان میتواند باشد، مثال و تجربه زنده دیگری از زمان ماست. پس از گذشته 4 ماه از آخرین حج پیامبر در سال 11 هجری و بازگشت به مدینه، ایشان بیمار گشتند. علت بیماری مانند دیگر عموم با روایت‌های مختلف برای ما نقل شده‌اند. برخی آن را مسمومیت از خوردن گوشت شتری می‌دانند که یک زن یهودی به خانه ایشان آورده بود. در چند سال اخیر مسمومیت را به صحابه نزدیک نسبت می‌دهند، آن را توطئه و ترور و ایشان را شهید نامیده‌اند. ناگفته نماند که همه اخبار نوشته در دست پیرامون وفات حضرت محمد از منابعی نقل شده‌اند که 300 سال پس از درگذشتشان نوشته شده، از خلفای پیامبر و دامادهایشان که به ایشان نزدیک و در زمان وفات زنده بودند هیچ نوشته و گفته‌ای در این باره نقل نشده. به هر حال ایشان پس از چند روز بیماری خواهان انتقال به اتاق عایشه سوگلی حرمسرایشان شدند. بیماری ایشان 13 روز طول کشید و در روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 11 هجری موافق با 8 ژوئن سال 632 میلادی پیامبر اسلام درگذشتند. در اینجا اجازه دهید به موضوع ازدواج ایشان با عایشه و مقام این بانو شرحی بدانیم. هنگامی که عایشه 7 سال و 4 ماه داشت، پدرش ابوبکر خلیفه اول دست دختر را گرفته و پیش پیامبر بردند. تقدیم دختر به یک شخصیت مسئله معمولی و افتخار آمیز آن زمان عرب ها بود، به ویژه که داماد شخصیتی بزرگ باشد. حضرت محمد در همان ملاقات این دختر خانم را به عقد خود در آوردن. ازدواج و همبستری و مادر مؤمنین شدن پس از گذشت 1 سال و 10 ماه از اجرای عقد اتفاق افتاد که عایشه 9 سال و 2 ماه داشتند و 55 سال از عمر مبارک حضرت محمد می گذشت. این دختر خانم چون موهای سرخ رنگ داشتند، حضرت محمد به ایشان حمیرا یعنی سرخی و یا سرخو نام نهادند. در سالهای اخیر و پس از موشکافی های غربیان درباره اسلام و زندگی شخصیت های آن، ازدواج پیامبر بزرگسال با خردسال دختر را نکوهش کردند. همین غریبان هنگام اشاره به روابط جنسی خارج از ازدواج رؤسای کشورهای خودشان، آن را یک موضوع شخصی دانسته و از رفتار و کردار آن سیاستمدار جدا می سازند. این هم یک نمونه تضاد رفتار انسان متمدن امروز که بدون بررسی اوضاع آن زمان حکم صادر می کند. در برابرش نویسندگان و مؤلفین مسلمان با نوشته‌هایی و سندهایی نامعتبر سعی کردند که عمر ایشان را هنگام ازدواج به 18 سال برسانند و تاریخ زندگی یکی از مادران مؤمنین را تغییر دهند. این تکاپو به نتیجه نرسیده. متن‌های تاریخی که بیش از 1000 سال در کتاب‌های قدیمی مسلمانان آمده به همان متن دست نخورده باقی ماند. وقتی با یک آخونده مسلمان در این باره صحبت می شود، آنان که حضرت محمد را ستوده ازدواجشان را طبق معیارهای اسلام و قرآن می دانند. پس از اتفاق نخستین عادت ماهانه دختر را بالغ و آماده ازدواج می شمارند. وقتی از آنان می خواهیم دختر خودشان را در همین سن و سال شوهر دهند، مخالفت نموده و او را کوچک می دانند. می گوییم از پیامبر تقلید کنید. جواب منطق نمایشان این است: دختران آن زمان از کودکی با مادران خود در خانه کار می کردن و از دختران امروز با تجربه تر و با فهم تر بودند. آمادگی آنان به علت شرایط روز برای ازدواج بیشتر از دختران امروز بود. از نظر این آقایان آشپزی با یک دیگ و هیزم برای آماده کردن دختران برای وصلت و مادر شدن کافی است.
امروز با این همه تشکیل‌های زندگی دختران 9 ساله لایق به آماده ازدواج نیستند. خلاصه این که هر طرف آنان را بگردانید، عبارت‌های فرار از خزیدن به گوشه را در اختیار دارند. اینقدر این بحث‌ها تکرار شده که همه آخوندها منطقهای خود را حفظ کرده و آماده تراوشش و تکرارش هستند. باز می‌پرسیم، پیامبری که بنابر ادعای شما از دنیا و آخرت با خبر بود، همه معیارهای اخلاقی را انجام می‌داد، چگونه اقدام به تغییر این عادت، یعنی شوهر دادن دختر بچه ها نکرد؟ جوابی نداده و مانند همه درمانده ها زبان به فحاشی می گشایند و مخاطب را کافر و زندیق و دشمن خدا و پیغمبر می خوانند. خب به تاریخ باز می گردیم. چند روز پس از انتقال بیمار به اتاق عایشه، حضرت محمد رحلت فرمودند. بنابر وصیتشان در همون اتاق به خاک سپرده شدند. در آن وقت عایشه به عمر 16 سالگی رسیده بود. لطفاً عکس شماره 1 تا 3 را به آرامی نشان دهید. در این عکس با آویختن پرده اتاق را 2 قسمت کردند. در نیمی از آن گوری گود و جسد حضرت محمد در آن به خاک سپرده شد. سر جسد طرف غرب و دست راستشان سوی قبله قرار گرفت. بودن دست راست سوی قبله برای به خاک سپردن مسلمانان از اون روز تا حال در همه دنیا به همین صورت انجام میپذیرد. 2 خلیفه اول، ابوبکر یعنی پدر عایشه مادر مؤمنین و پس از او عمر پسر خطاب خلیفه دوم، بنابر وصیتشان در همان اتاق 9 متری به خاک سپرده شدند. اتاقی که سقفش از برگ یا سقف درخت خرما بود، نمیشد از این مساحت بیشتر باشد. حالا چطور 2 قسمت شد؟ چطور سگور را در نیمی از مساحت خود جا داد و نیمی دیگر برای عایشه باقی ماند؟ سؤالی است که نمیدانم میشود کرد و یا باید دهان بست، یا باید اعتراف کرد که نبودن مسکن از مصیبت‌های انسان از قدیم است و زندگی در گورستان سنتی قدیمی میباشد. باید آن را بدون مخالفت پذیرفت و اراده خدا دانست. متعصبین در نوشته هایشان از وفاداری عایشه سخن گفته و نشتن که ایشان از آن وقت تا هنگام مرگ در آن اتاق خوابیده و وفاداری خود به همسر را نشان دادند. بزرگ نمودن و یا تقبیح و نکوهش کردن یک شخص بنا به میل و غلبه احساسات بر عقل یک پدیده و دست آورد عمومی است. هر وقت از کسی خوشمان آمد همه چیزش را بزرگ می‌کنیم، در خلاف آن همه بدیها را از آنش می شماریم. این مؤلفین فراموش می کنند که این خانم 22 سال پس از مرگ شوهر یکی از فرماندهان حاضر در صحنه اولین نبرد میان مسلمانان بودند. نبردی که به جنگ جمل یعنی شتر معروف شد. عایشه هفته ها همراه مخالفین در سفر بود. در نزدیکی بصره بر شتری سوار و مخالفین امام علی خلیفه وقت مسلمانان را تحریک و آنان را به جنگ تشویق می کرد. اولین دستور امام علی در آغاز نبرد به سربازانش بر زمین نشاندن شتر بود تا این خانم از قرار داشتن در جای بلند و تحریک مخالفین محروم شود. پس از پایان جنگ خلیفه زمان یعنی امام علی ایشان را به مدینه بازگرداند و حقوق ماهیانشان را از صندوق بیت المال مسلمین پرداخت می کردند. امام زمان از مادر مسلمانان مؤمن خواستند همانطور که در قرآن برای مادران مؤمنان یعنی زنان پیامبر آمده خانه نشین شوند. حضرت امام علی هیچ گونه بدی در رفتار و یا گفتار را نسبت به عایشه اظهار نکردند. با این حال شیعیان متعصب مریدان حضرت امام علی به خود اجازه می‌دهند کلاه قاضی بر سر نهاده و بر خلافی روشن از اصول اسلام هر گونه دشنام و بدگویی را به یکی از بانوان پیامبر نسبت داده و آن را افتخار و طرفداری از دین و پیامبرش بشمارند. مؤلفین و نویسندگان مسلمان و دیگر دین ها در بزرگ نمودن و یا کوچک نمودن مسائل و حوادث و شخصیت ها بنابر و به علت انباشته های بیشعوری یکسانند و نمی شود در نوشته ها و ادعاهایشان اعتماد و آن را سندی صحیح شمرد. سخنان از خود
در آور آخوندها و تکرارش با افزایش مبالغه در هر مجلس روزه یک مثال روشن است. در فضا و محیط بیدانشی شنوندگان و حاضران بیخرد در این مجالس متعصب بانی می شوند که دستورهای واعظین و یونیفرم پوشان دین را کورکورانه انجام می دهند. در گفتار قبلی به آتش سوزی مسجد و خانه پیامبر و نابودی کلی آن اشاره کردم. در طول تاریخ سعی بر خراب کردن مسجد و قبر پیامبر اسلام 5 بار اتفاق افتاده. 2 بار آن به مسیحیان نسبت داده شده. حاکمان وقت 3 بار دیگر به این اقدام متهم گشتند. افسانه ترینان در زمان حکم نورالدین زنگی حاکم ترک بر سوریه آمده است. خانواده زنگی به مدت 28 سال بر سوریه و شمال عراق از سال 1146 تا 1174 میلادی حکمرانی می‌کردند. این همان پیشرو گروهی از داعشیان امروز است که خود را به نامش معرفی می‌کنند. از انجام هر جنایتی در حق مردم سوریه و شمال عراق کوتاهی نکردند. در این افسانه آمده که 2 مسیحی زندیق برای ربودن نعش پیامبر اسلام با فریبکاری به مدینه آمده و در نزدیکی آرامگاه پیامبر اسلام خانه‌ای کرایه کردند. راه روی زیرزمینی گودی ساختند تا به قبر برسند. نورالدین زنگی 3 شب پشت سر هم خواب حضرت پیامبر را دید که از او کمک می‌خواست. نورالدین زنگی چهره این خرابکارهای تروریست را در خواب دید و خوب در حافظه نگه داشت. روز 4 جنگ در شمال عراق را متوقف و به مدینه رفت. در آنجا مردم را حاضر و در میان جمع آن 2 نفر را قیافشان را به خوبی در خواب دیده بود شناخت و سرشان را برید. برای عدم تکرار دزدی نعش پیامبر اطراف آن را گود و در آن سرب گرم ریختند. دیوار سربی محکم در اطراف آن ساخته شد. عکس دیوار سربی با رنگ سرخ در نقشه یا عکس شماره 4 نشان داده شده. حال خدا نکند که این داستان بر روی میز تشریح آقای سربی برود. حتما میپرسند چطور میشه آقای زنگی ناگهان و به علت یک خواب جنگ را متوقف کند؟ دشمنان را در چه حالتی ترک کرد؟ چگونه آنان را به انتظار و صرف کردن تا هنگام بازداشت و از سرگیری جنگ قانع نمود؟ دست کم 75 روز میخواست تا خود را به مدینه برساند. او از کجا آذوقه و آب سفر را به سرعت تهیه کرد؟ در طول این مدت آن 2 مسیحی چرا به قبر نرسیدند؟ چه سبب دیر رسیدنشان به قبر شد؟ خاک کنده شده را از راه رو زیر زمین در کجا مخفی می کردند که همسایه های آن خانه های کوچه متوجه خرابکاریشان نشوند؟ در آن دوران آقای زنگی از کجا آن همه سرب تهیه کرد تا از آن دیوار بسازد و برای نام فامیلمان خوبی بکارد؟ و هزاران سوال دیگر که من جرأت بیانش را ندارم، مبادا به کافر بودن متهم شوم. بقیه این مطلب را به هفته آینده موکول می کنم و برای شما خوشی آرزومندم. شاد و تندرست باشید. خب بسیار ممنونم. خیلی جالبه این دوستمون گفت حالا سربی روی میز تشریح میذاره، ولی خودش این کار انجام داد، زحمت ما رو کم کرد. مثل ولی یه جا شما گفتید که با این دیوار سربی و اینا درست کرده برای نام فامیلمون، متوجه نشدم. اگه اینو هفته آینده توضیح بدید ممنون و متشکر میشم. عکس ها رو نشون دادم ولی یه عکسش خیلی کوچولو بود، حالا دیگه اونا تا اونجایی که میتونستم به قول اینها بزرگش کردم و امیدوارم که دوستان هم اگه میخوان تماس بگیرن یا سوالی دارن با این شماره تلفن 202-695-2573 هم میتونید زنگ بزنید، پیغام بذارید، پیغامتون رو در برنامه‌های آینده پخش میکنن، هم میتونید تکست بفرستید، تکستتون رو میخونن، هم میتونید با فیسبوک با ایمیل پیام بذارید یا پیام ارسال کنید. ممنونم از آقای اکبری هم که آدرس ما رو خواستن، تشکر میکنم. فرستادم در قسمت پیام‌ها و دیگه خیلی چی دارم برای امروز. بله دکتر ایران برومی، عقل بشر، ریسایکل که ماجرای این ترامپ چه کار کرده. و اجازه بدید من این
عکس مجاهدین رو براتون بذارم که دارن آماده میشن برای، حالا یکی هم نیست به اینا بگه خب شما اینقدر هی میرید هر سال نیویورک، شده براشون دیدار یاران، هی ببینن چند تاشون مردن چند تاشون هنوز زنده هستن، ولی یکی نیست بگه خب ما این همه اومدیم چیکار کردیم. اینجا براتون بگم که این آقای منوچهر یزدیان، بله آقای منوچهر یزدیان آگست 29 دو سه روز پیش اینو گذاشته، نوشتن موقعیتی استثنایی در تاریخ مبارزات ملت ایران در خارج از کشور، برای اولین بار در 40 سال گذشته و در یک همکاری دست جمعی. آقا گولت زدن آقای یزدیان، این برای اولین بار نیست، این الان هر سال این نمایش، این فیل هوا کردن، این ماشین اجاره کردن، این پول دادن و سیاه‌پوستای معتاد اینجا را اجاره کردن، این رفتن کلیسا و افراد کلیسا رو با ماشین آوردن سالهاست ادامه داره. کجا برای اولین بار؟ کجا برای اولین بار رادیو تلویزیون ها؟ اون وقتا پول میدادن، حالا شما برو، نمیدونم اینجا که نیستی، اگه هستی شما برو، بعدن میفهمی چه کلاه گشادی رفته سره که دیگه میاد تا زیر چشمت جایی رو هم نمیبینی. من نوشتم گول فرقه رجوی را نخورید، هر سال جلو سازمان ملل نمایش میدهن، 40 سال هیچ اتفاقی نیفتاده، مواظب باشید، شما و عکس شما را به عنوان عضو این فرقه به حساب سازمان مجاهدین میگذارن، فردا اینها دوباره در لیست تروریست قرار میگیرن، شما هم در لیست هستی. تلویزیون مردم آمریکا. مثل که این گلوی ما به ما میگه دیگه بیش از این صحبت نکن، بس در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. 2 ساعت و 12 دقیقه با شما بودیم، برنامه قبل از من کانون آوا بوده با آقای رزاقی و آقای نظری بودیم، اونم حتما ببینید، این برنامه ها پخش میشه هر روز تا برنامه آینده. چهارشنبه با شما خواهم بود. روز روزگار و شما خوش. مرسی.